متشکرم رفیق یاسمن، مرسی از صحبت جامع و خوبتون. رفقای عزیز، اگر مایلید در بحث شرکت کنید میتونید نوبت بگیرید، دستتون رو بالا کنید، هم سوال میتونید بکنید هم میتونید بحثی دارید ارائه بدید. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی داشته باشیم. حالا تا رفقا دستی بالا کنن، یاسمن جان، من یه دو سه تا نکته میخواستم بگم. شما گفتید اول صحبتتون که خیلی از این رفقای چپ ما میگن چرا چپ بین المللی از ما دفاع نمی کنی. این واقعا سوال جالبیه و شما هم یادتونه موقعی که ما میخواستیم این کمپین رو راه بندازیم، رفتیم نه فقط من و شما، خیلی از رفقا رفتیم دنبال به صدا جلب پشتیبانی بین چپ بین المللی دیگه برای این کمپین. و اتفاقا یه نکته جالبی به صلاح مطرح شد توی این بحثایی که حداقل عالمی هم تجربه شخصی خود شما چه مطمئنم عین همینه، ولی برای خود من خیلی تجربه جالبی بود. خب بعضی از رفقا ماها رو میشناسن، مسئله نیست، ما که باشون صحبت میکنیم فوری میگن بله ما هم هستیم، ما هم پشتیبانیم، روی اعتمادی که متقابلا هست پرسجویی نمی کنن. ولی خیلی های دیگه که شخصا شاید مثلا منو نشناسن، دورا دور شاید مثلا می شناختن، هی سوال های عجیب و غریب می کردن. من حقیقتش اوائلش درست نمی فهمیدم این سوال ها منظور از این سوال ها چیه، ولی یه تردیدی داشتن در این که پشتیبانی کنن از این کمپین. بعد که مقدار تو بحر این قضیه من رفتم و با چند تای دیگه هم این مسئله مطرح شد، دیدم واقعا حرف به اصطلاح دلشون اینه که ما اعتماد به چپ ایران نمی کنیم. حقیقتا میدونیم شما حالا شاید از اونا نباشین، ولی ما از این تیپ صحبت ها زیاد دیدیم. در واقع ما با این چپی که مثلا میگم یه سری نکات، یه سری خط قرمزهای بین المللی رو حتی نمیفهمه و رعایت نمیکنه، در اینکه کی چپ رو تعریف میکنه و کی راست رو تعریف میکنه، خب ما چجوری میتونیم اعتماد کنیم به اینکه باشون بخوایم اتحاد عمل داشته باشیم؟ برای اینکه ما اینا رو دیدیم، اینا همش توی لابیای امپریالیستی و توی به اصطلاح پارلمان انگلیس و تو پارلمان آمریکا و تو این جور جاها دنبال جلب پشتیبانی ان علیه رژیم ایران، که اغلب اینا هم دست راستی ها و مثلا خود به اصطلاح فرماندهان امپریالیسم هم تا هر چیز دیگه. و خب ما چه جوری میتونیم آخه وارد همچین اتحادی بشیم با این رفقای به اصطلاح چپ شما؟ و این واقعیت و جدی میگم، منم جای خیلی از این رفقا بودم، همین حرف رو می زدم. البته تو خود چپ بین المللی هم پیدا شده جریاناتی که یه ذره شل شدن سر امپریالیزم، یا اینکه از اون ور قضیه رو گرفتن، مثل همین سازمان اینترنشنال سوشالیست، این حزب کارگران سوشالیست و این جریان بین المللی که پشتش داره، که زیادی به بهانه به صلاح ضد امپریالیست بودن مدافع رژیم شدن به یه نحوی، یا خجالتی شدن در این که به صلاح از رژیم انتقاد کنن. اینو ما داریم، این دوتا جریان رو داریم، ولی جریان عمده چپ، جریان عمده ای که به هر حال حالا تو گروه های مختلف تو جریانات مختلف وجود دارن، یه سری خط قرمزا دارن دیگه، و رفقای چپ ایران ما این خط قرمزا رو رعایت نمی کنن. یکیش یه نمونه شو من بارها اشاره کردم دیگه، این مسئله جنبش کارگریه که وسط این قضیه است. ببینید مثلا میگم یه چیزی مثل فدراسیون ترانسپورت بین المللی، خب ماها همه توی چپ میدونیم اینا کی هست. اینا این سازمان فدراسیون ترانسپورت بین المللی که یه موقعی وابسته بود، بخشی بود از فدراسیون های وابسته به American Labor Organization، به سازمان کار آمریکا، حالا که این اونا به سای اتحادیه بین المللی، اینا بعد از فروپاشی شوروی شده اتحادیه بین المللی اصلی، شدن فدراسیون های این اتحادیه بین المللی، ولی در واقع همونن، یعنی همون
تشکیلاتی که از قبل بودن، منابع پولیشون از همون جا میاد که از قبل بوده، هیچ تفاوت ماهوی نکردن این فدراسیون های سازمان کار آمریکا. به خصوص این ترانسپورت بین المللی، این فدراسیون ترانسپورت بین المللی یه پرونده سیاه داره از زمان کودتای شیلی تا حالا، تا هر جایی که امپریالیسم آمریکا به یه دلیلی مداخله کرده، اینا هم جزو بغل دستش در این مداخله درگیر داشت. خب جنبش، من با دو سه تا از رفقای آمریکایی صحبت میکنم، ما تو آمریکا خب اینا رو میشناسیم، اینا کیان، اینا چیان، شماها اینطور رفتین اینا رو گنده کردین، مثلا سازمان نمیدونم سندیکای اتوبوسرانی میخواد عضو این بشه، کلی استقبال کن. ما چه جوری میتونیم با شما کار کنیم؟ ما باید با اینا بجنگیم، حالا شما میخواید از اینا امضا بگیرید برای دفاع. خب ما نمیتونیم، آبمون توی جوب نخواهد رفت دیگه، خیلی ساده. و متاسفانه ببینیم ما چقدر این کار کردیم و توجیه خیلی از این رفقا، حالا گذشت از این بحثای سر امپریالیسم، توجیه خیلی از این رفقا اینه که بله خب ما اینجا با اتحادی ها، ما داریم اتحادی ها به صلاح چی میگن، اون چیز عالی که ما میخوایم نیستن، ولی به هر حال بخشی از طبقه کارگران دیگه، جنبش سازمان یافته طبقه کارگران. تو گویی داره اتحادیه با اتحادیه صحبت میکنه، فدراسیون ترانسپورت بین المللی اتحادیه کارگری نیست، یه بوروکراسی است که افرادش اصلا هیچ کدومشون هم منتخب این اتحادیه کارگری که افیلیت شدن به این اتحاد بین المللی نیستن، بلکه بیشتر در واقع سیایو و بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکایی به صلاح در انتخاب اینا مداخله داره تا اتحادیه کارگری. اینا اتحادیه کارگری نیستن، یه بوروکراسیایی هستن در خدمت سیاست خارجی آمریکا، در خدمت به صلاح سیاست های خارجی آمریکا دوره گلوبالایزیشن، برای اینکه بتونن برن اتحادیه کارگری کشورهای دیگر وادار کنن که امضا بزنن زیر توافقات جدید سازمان بین المللی کار ILO برای راحت گذاشتن سرمایه گذاری، گردش سرمایه در کشورهای دیگه. اینا نقششون این بوده، با از اینا امضا گرفتن یا به اینا وصل کردن اتحادیه کارگری ایران، جز ضرر برای جنبش کارگری ایران هیچ چیزی به بار نخواهد آورد. شما نگاه کنید دیگه، مثلا حالا اسم میبرم، مسئله بسیار شخصی نشه، ولی مثلا میگم این کسانی که این دوستان چپی ما رفتن با این وساطت ها وصل کردن از جنبش کارگری ایران به جنبش بین المللی به اصطلاح کارگری که همین اتحادیه های مشکوک و وابسته باشه، خب چه کمکی تا حالا کرده به جنبش کارگری ایران؟ یکی بیاد برای من در یه پاراگراف توضیح بده چه کمکی شده، چه جانی رو نجات دادن، چه مبارزه ای رو گذاشتن جلوتر بره در ایران به خاطر این حمایت. این حمایت ها چه غلطی کردن؟ نتیجه شما دیدیم تو اعتصاب معلم ها. یه دفعه دقیقا رژیم هم چون خبر داره اینا چی کارن، خبر داره این اتحادی های فدراسیون ها چی کارن، با رژیم چه اینجی ها دارن، خب اونم واضح تو اینا آدم گذاشته. همین آدم هایی که میرن دعوت میکنن از این آدم ها، داخلشون واضح افراد رژیم هم هستن دیگه. این دوتا نماینده ای که از فرانسه اومده بودن از دم فرودگاه مواظب اینا بودن، هر جا اینا رفتن، اون کسی که فیلم بر می داشته در واقع برای داشته سازمان امنیت ایران فیلم بر می داشته از این ملاقات ها و مصاحبه ها، همش هم که بعد توضیح پخش کردن نشون داده. خب این چه نوع، واقعا آیا به خودشون اومدن این دوستان بعد از این همه سال؟ اگه یادتون باشه یاسر من عزیز، ما موقعی که حدود 20 سال پیش این سوشالیست فوروم رو راه انداخته بودیم در پلتا که مشابه این یه فورومی بود برای بحث و گفتگو بین سوسیالیست های ایران، اون موقع هم این مطرح شد دیگه، این تلاش هایی که اون موقع داشت می شد برای وصل کردن اتحادیه های کارگری ایران به این سازمان های بین المللی مشکوک، به این بوروکراسی های مشکوک، نه اتحادیه های کارگری. اسمش
فدراسیون ترانسپورت بین المللی به این معنی نیست که هم اتحادی است، این صرفا یه بوروکراسیه، اون بالا وایستاده، پولش هم عمدتا از سازمان های دست راستی آمریکا داره میاد و هر جایی هم که مداخله کرده خط سیایه رو دنبال کرده، در یوکراین، در شیلی، در بسا هر جایی که یه انقلاب مخملی آمریکا پشتش بوده اینا هم اونجا بودن و عین همین کار رو با کشورهای دیگه هم دارن انجام میدن. خب واقعا این چپ ما که این همه هم بسا پول خرج کرده سر این کار و رفته دنبال این نوع تماسا، باید بیاد یه دفعه از خودش جنبندی ارائه بده دیگه. خب ما این کار رو کردیم، نتایجش چی شد، چه دستاوردی داشته؟ هنوز که هنوزه بسا کسی نیست که من دیده باشم این رو یه بررسی کرده باشه، این همه وقت گذاشتین، خب بیاین برای ما دستاورداش رو توضیح بدین دیگه، چی بوده چی شده. 20 سال ما داریم این بحث رو میکنیم، یعنی بحث جدید نیست، ما 20 سال پیش این اخطار رو دادیم که به کجا خواهد کشید و امروزه ببینید به کجا کشیده، عملا شده یه آپاراتوسی در دست خود رژیم، یعنی خود رژیم هم این تو الان نوازه آدم داره و در واقع هر جا که بخواد استفاده عکسش رو میکنه، همین داره میگیره به جرم، اگرم نمیتونست بگیره حالا به این جرم میتونه بره بگیرتشو، به جرم این که دارید همکاری میکنید با این مثل سازمان های مشکوک میره میگیرتشو. در نتیجه این چه دستاوردی داشته؟ خب اگه اینطوره آیا جای به صلاح تعجبی هست که خیلی از جریانات چپ بین المللی دیگه ماها رو جدی نگیرن؟ واقعا میگم یا مشکوک باشن به اینکه با کی میخوان امضا سر چی میخوان بدن، از چی میخوان پشتیبانی کنن، پشت این ماجرا چی خوابیده؟ و این اصلا پدیده واقعا عجیبی شده در به اصطلاح چپ بین المللی. من خودم چند وقت پیش یه تظاهراتی بود تو ترافالگار سکوئر تو لندن، رفته بودم اونجا، اون بالاش که به اصطلاح موزه گالری ملیه، به اصطلاح موزه نقاشی ملیه، اون جلوش تمام خیابون رو قراخ کرده بودن، داده بودن دست سلطنت طلبا. هیچ وقت ما توی چپی‌ها تا حالا، من در این همه سال در انگلیس ندیدم که به ما اجازه داده باشن بالای ترافالگار اسکوئر درست جلوی گالری بتونیم به صلاح میز بذاریم، بلنگو بذاریم، تظاهرات بذاریم. این پایین دو سه تا تظاهرات بود تو ترافالگار اسکوئر، اون بالا اونا داشتن آهنگای گوگوش پخش میکردن با صدای بلند. و حالا یه چپی که با این تیپ نیروها همکاری میکنه چطوری توقع داره با اون چپی که اون پایین همون ترافالگار اسکوئر وایستاده بود و داشت مثلا به خاطر دلایل خودش یکیش مثلا سر جنگ یوکراین بود، چجوری میتونه به اصطلاح تصویر خوبی از ما داشته باشه؟ و این واقعا مایه بسی تأسفه که اینطور چپ ایرانی خودشو منزوی و ایزوله کرده. یعنی به نظر من یه ریشش هم در اینه که اغلب این دوستان هنوز از لحاظ ایدئولوژیک و تئوریک هم از یه جایگاهی میان که فکر میکنن سوسیالیسم برای کشور، آمالشون سوسیالیسم برای کشور دیگه، ما بگیریم و ما احتیاجی به انقلاب بین المللی نداریم، ما احتیاجی به چپ بین المللی نداریم، ما احتیاجی به انترناسیونالیسم نداریم، ما در ایران انقلاب میکنیم و حزب کمونیست کارگری که میگه کی میگه نه، من همین الان هم میتونم قدرت رو بگیرم در اونجا و سوسیالیسم رو در ایران پیاده کنیم. در چه پشتش هم این ایده است در واقع. این طرز دیدم پشت این جریانات خوابیده که اصلا واقعا اعتقادی به انقلاب جهانی ندارن، اعتقادی به انترناسیونالیسم ندارن. در حرف میگن ولی در عمل نه درگیر شدن توی هیچ یک از این جنبش‌های موجود محلی در کشورهایی که توش زندگی میکنن، نه در مسائل چپ درگیر شدن و در مسائل کارگری درگیر شدن، دنبال جریانات دست راستی رژیم چینجی هستن که دیگه احتیاج هم نرید برید دنبالشون، خود اونا میان دنبال شما، تازه پول هم بهتون میدن. اون موقع ما خودمونو میکشتیم یه امضا از یه اتحادیه کارگری بگیریم علیه شاه،
حالا بعضی از این بروکرات های اتحادیه خودشون میان دنبال ایرونی ها میگن که بیا من این پول میدم برو مثلا تو این کمپین شرکت کن. یعنی در یه همچین وضعیتی به نظر من واقعا اتفاقات یکی از اهداف همین کمپین ما هم این بود که بتونیم این رو تغییر بدیم، این رو بتونیم یه کمپینی را بندازیم که واقعا بتونیم چپ بین المللی رو درگیر کنیم در همبستگی با انقلاب ایران و بهشون نشون بدیم در اون چپ ایران هستن نیروهایی که در واقع کاملا متفاوتن با این جریاناتی که شما میشناسید. میبینم که یکی از رفقا وقت گرفته، من اگر شما میخواستید در ادامه این حرفی بزنید یا سمن جان بفرمایید، اگر نه که من وقت رو بدم به بهروز. نه اونام گوش میدم بعد به هر دو یه چیز. بهروز عزیز اگر میخواهید بفرمایید صحبت کنید، خودتون بعد میکروفونتون رو باز کنید. بله سلام رفقا، الان صدا باز شد؟ بله ولی صدات خیلی کمه. سعی میکنم بلندتر صحبت کنم. سلام رفیق تراب، سلام رفیق یاسمین، خیلی ممنون از صحبت هایی که کردی. اجازه بدی یک کم اضافه بکنیم به وضعیت فری و با شروع این مسئله فلسطین. الان توهمی هم اضافه شده بر توهمات دیگر که ببینید جمهوری اسلامی است که از فلسطین دفاع میکنه. یعنی تمام سرکوفتهی که دوستان آلمانی به ما میزدن در طی سالها الان بیشتر شده، کمتر نشده، که جمهوری اسلام اینا متوهم هستن جمهوری اسلامی از فلسطین حمایت میکنه. خب من خیلی کوتاه یکی دو تا تعریف بگم، بعد یک نتیجه گیری و راه حل خودم رو میگم. هنوز صداتو خیلی ضعیفه بهروز عزیز. سال گذشته با شروع آها بهتر شده. با شروع خیزش همگانی زن زندگی آزادی، به محض اینی که ما سعی میکردیم اخبار ایران را به صفحات آلمانی بفرستیم، اول اینکه ادمین ها اجازه نمیدادند، اگر هم اجازه میدادند حتی خود ادمین مینوشت که شما فریبردگان امپریالیسم هستید. ما هم برایشون توضیح میدادیم که اینطور نیست. و خب من چون یه مقدار بیشتر با اینها آشنا هستم، مطالب من رو میگذاشتن. اونجایی که از آزادی زندانیان سیاسی صحبت میکردم، از کمپینهای ضد شکنج ضد اعدام صحبت میکردم، اونجا قبول میکردم، بقیه جاها نه. و جالب اینی که این مسئله تنها بین استالینیست ها نبود و نیست، این مسئله بین تروسکیست ها هم هستش. برای مثال همین یک سال پیش بود، فکر کنم رفیق تراب یاد داره، حتی یکی از روزنامه های معتبر آلمان به اسم یونگ ولت، یعنی دنیای نوین، که چند تا نویسنده تروتسکیست درشون هستن که با حزب برابری سوسیالیستی در آلمان همون SGP کار میکنن، همون با آقای دیوید نورس، اینها هم همینطور هستن. یعنی اینها هم بایکوت میکنن، سابوتاژ میکنن، حتی حاضر نیستن یک مطلب بنویسن یا حتی حاضر نیستن یکی از مطالب ما رو وارد روزنامهشون کنن، نه تنها روزنامهشون بلکه در سایتشون، هیچ کدوم. حالا این چرا اینطوریه؟ ببین من همیشه گفتم آلمان یک وضعیت واقعا خاصی داشته و داره. حالا چرا اینطوریه؟ من یاد میارم دوران مثلا 1980 به آلمان اومدم، میدیدم که در تظاهرات در منزای دانشگاه صنعتی برلین خیلی از دوستان آلمانی هست، میدیدم که در تظاهرات ما هم دوستان آلمانی شرکت میکنند. منتها همین دوستان به ما میگفتند شما چرا از ایران اومدید؟ چه ایرادی داشتید؟ مگر خمینی نیومد؟ مگر شاه نرفت؟ ایرادش چه میخواستید؟ اینها دوستان حزب کمونیست آلمان بودند. و این من به شما این رو عرض کنم که نه تنها یک بار، نه تنها در آلمان، در برلین غربی، یعنی اون زمان هنوز دیوار بود،
نه تنها در برلین غربی اینطور بود، بلکه وقتی هم که من از 1984 به بعد به آلمان غربی اومدم باز همینطور بود، چون من رابطم رو با حزب کمونیست آلمان و حزب سبز، حزب آن موقع حزب سبز، حفظ کرده بودم و اینا مرتب از من میپرسیدن چیتون کم بوده تو ایران که اومدید اینجا. یعنی اینا فکر میکردن گل و بلبل، انگار شاه رفت خمینی اومد گل و بلبل. یه من یاد این مینداخت وقتی که من سال 1980 که وارد آلمان شدم پشت در دانشگاه موندم، سال 81 رفتم توی برلین شرقی تو مرکز تحصیلی برای دانشجویان خارجی، اونجا تقاضای تحصیل کردم. در اومد به من گفتش که شما برای اینکه اجازه تحصیل داشته باشید یا باید عضو حزب کمونیست کشورت باشی یا باید دولت شما را معرفی کرده باشه. این یک آکادمیسیانشون بود. من گفتم که ببینید من از این دولت فرار کردم، من پناهنده هستم. گفت خب حزب کمونیستتون. گفتم منظور شما حزب توده است؟ خب اگر اون هستش که این حزب توده داره با این نظام کار میکنه، پس من از کجا برای شما یه دونه گواهی بیارم؟ خیلی راحت در اومد گفتش که آخ استود اون سلاید، یعنی ام ساری. مسئله این بود که حدود 20 سال بعدش که دیوار فرو پاشید، آخرین دبیر اول اون حزب اینهایتشون هم که اومده بود بعد به این ور، در یک سمینار دیدمش آقای هانس مودرو که همین امسال فوت کرد. گفتم که آقای مودرو این واقعیت بود؟ گفت بله، منتها شما نمیفهمیدید که ما باید در ابعاد بزرگ برنامه بریختیم. گفتم یعنی چی؟ شما کجا؟ شما ادعا میکنید یک کشور سوسیالیستی بودید، چطوری این ادعاتون رو به نمایش گذاشتید؟ گفت نه، شما متوجه نیستید، ما باید در ابعاد بزرگ عمل میکردیم. خب اینم از ابعاد بزرگش بود. این صحبتایی که من شنیدم که از دوستان حزب کمونیست و از دوستان حزب سبز آلمانی که همه هم قدیمی بودن، از جنبش 68 اومده بودن اکثرا، به این نتیجه رسیدم و بعد باهاشون مطرح کردم. متاسفانه کسی رو پیدا نکردم از بچه های کنفدراسیون سابق که اونجا سر چی صحبت میشد. میدونستم که با هم تظاهرات مشترک میگذارن، میدونستم، یعنی برنامه هاشون رو دیده بودم، مطالبشون رو خونده بودم، اما به نظر من هیچ تنها توافقی که بین نیروهای چپ آلمان و دوستان در کنفدراسیون بود در اون زمانهای قبل از انقلاب 57 بر سر دیکتاتوری شاه بود، یعنی براندازی، یعنی سرنگونی دیکتاتوری شاه، و بیشتر صحبتی نشده. و به همین دلیل بود که حزب کمونیست آلمان فکر میکرد شاه رفت، دیکتاتوری تموم شد، پس توی ایرانی اینجا چی میخوای؟ دلیلش این بود. چرا؟ چون زمینه‌ای برای اینا نبوده که چرا یک دفعه ایرانی‌های چپ میان اینجا. خب این ایرانی‌های چپ اومدن اینجا و بعدش هم به اینجا رسیدن تا برسیم به امروز. این تعریف کوتاه بود. ببینید به نظر من اگر دانش سیاسی بالاتری داشتم امکان اون رو داشتم، می داشتم که بتونم خیلی جاها آنتریز بکنم. متاسفانه من این دانش سیاسی بالا رو ندارم، اما در حدی که خودم هستم در جلسات اسکایپ، زوم یا جدیدن بابل آپ خیلی مد شده، با سراسر جهان در تماس هستم. از آفریقای جنوبی هست، از ونزوئلا هست. دفعه پیش قرار بود از فلسطین باشه که متاسفانه به خاطر دلایل تکنیکی بس نشد، از کرانه باختری. از چند تا از آلمان و از اتریش و از فرانسه و اینا هستن و ما داریم از این پایه شروع میکنیم دوباره به کار کردن که وضعیت در ایران چطوره. البته تنها مسئله ایران نیست، خیلی از مسائل ها هست. مثلا حفاظت جان یهودی، یعنی همونطوری که رفیق راسمن قبلا توضیح داد که جان یهودی ها در خطره، آنتیسمیتیسم و از این صحبت ها، ما
ما رفتیم دنبال این پروژه که شما بیاید به ما نشون بدید. من هنوز کسی رو، من در این شهر خودم هنوز ندیدم که جان یک یهودی در خطر باشه. نه اینه که آنتیسمیتیسموس بین مسلمان ها نیست، هست، اما این ادعایی که اینا میکنن اصلا واقعیت نداره. به نظر من جان آنتیسمیتیسم همین صهیونیست ها هستن. به نظر من دولت آلمان مخالف جان و مال یهودی های در آلمان هست، و این رو رفقای یهودی متفکر و روشن فکر خودشون بیان میکنن، مثل دبورا فلدمن، مثل ایریس هفلز، که خیلی روشن میان میگن، خیلی روشن در ملای عام میگن، میگن ما دیگه حتی احتیاجی نداریم که حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان سر کار بیاد، همین دولت فعلی داره همین کاری رو میکنه به مراتب بهتر از نازی ها. این علنا دارن میگن. این وضعیت امروز آلمانه. و پیشنهاد دومم که الان خود رفیق فراب اینو مطرح کرد، دنبال کمپین هایی که شما دوستانی که دانش سیاستون به مراتب بالاتر هستش باید دخالت گری بکنید و به بحث ها تم بدیم با دوستان آلمانی. یعنی من مطمئنم، من واقعا همه کار کردم که اینها بیاند، نمیان در لااقل در آلمان همچین امکانی نیستش، مگر اینی که ما براشون این امکان به وجود بیاریم و یک بار دو بار اگر شده پنج بار از اینا بخوایم که شرکت بکنن و با ما وارد صحبت بشن. چون خیلی 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 چیزا، خیلی چیزا خراب شده. یعنی این نمیخوام وارد مسئله حزب توده و سازمان اکثریت بشم، اما این یک حقیقته که حزب چپ آلمان حتی به من یک کوچکترین حمایتی نمیکرد. خانم انت گروت عضو دفتر مرکزی قدرت اصلی جزء که از کسانی بود که همراه پال مورفی ایرلندی اون کشتی به حساب کمک رو به فلسطین می بردن به غزه، اما وقتی می گفتم آنت گروت بیا به من کمک بکن، حمایت بکن از اکسیون من، می گفت بگو کی پشتته؟ گفتم تو پشت منی، بچه های حزب چپ آلمان پشت من هستن، بدنه حزب پشت من هستش. نمی اومد، می گفت بگو کی پشتته. این وضعیت در آلمان. خیلی ممنون. اوکی، میخوای من جواب بدم؟ یکی دو نفر بفرمایید. سمن جان بله شما. یکی در رابطه با صحبت خودت، من فکر میکنم درسته که این عدم اعتماد واقعا وجود داره و خب نگاه میکنن دیگه، فقط ما نیستیم که مثلا دنبال کردیم قضیه ایران تریبونال یا چی بود، دادگاه، یه دادگاه دیگه گذاشتن تو لندن دو سال پیش، درسته؟ خب اینا میبینن دیگه، یعنی اینا نگاه میکنن میبینن به بحث بهروز عزیزم بر میخوره تا حدی. باید حساب حزب کمونیست بریتانیا یا حزب کمونیست آلمان رو جدا کرد. اینا مدافع توده و اکثریت بودن، هنوزم مدافع توده، اصلا حزب برادرشون حزب توده است، جای دیگه هم با چپ مسئله شون فرق داره، ولی اون بخشی از چپ که رادیکاله بالاخره در مسائل دیگه میبینی موضع مترقی میگیره و آلمان چیز دیگه یه، من آلمان رو جدا میکنم بعد راجبش صحبت میکنم. برای اون چپ خوب مونده که این چپ ایران در تبعید چرا وضع سیاسیش اینقدر ورشکسته است، اینقدر خرابه که حاضر از اتحادیه اروپا پول بگیره، حاضر بره با National Endowment for Democracy تریبونال بزنه، و خب واقعا سخته. فقط ببین همه اینا تغییر و تحول هم درشون هست. خود شما به خاطر داری وقتی که ما رفتیم برای این که در جبهه اتحاد علیه جنگ عراق، اون چیزی که تو انگلیس بود Stop the War Coalition، ائتلاف علیه جنگ،
رفتیم مسئله سرکوب ها در ایران و مسئله حقوق کارگران در ایران رو مطرح کردیم، SWP از جریان هایی بود، Socialist Workers Party، که نذاشت ما بمونیم دیگه، عملا ما رو اخراج کرده است یا نمیذاشت ما در کمیته های رسمی این ائتلاف باشیم. ولی همین SWP الان موضعش فرق کرده، چون بالاخره بانک دوگماتیک، بانک رهبریش خیلی به نظر من متمرکز غیره، ولی وقایع بین المللی باعث شده موضعش عوض بشه. مثلا در رابطه با سوریه متوجه نقش جمهوری اسلامی شد به نوعی، درست؟ دخالت های جمهوری اسلامی در سوریه حداقل در رابطه با برخی از جریان های بزرگتر تروتسکیست بریتانیا تغییر و تحولی ایجاد کرد، به این معنا که اون موضع سابق رو ندارن. آره من قبول دارم مدافعان قاطع مبارزات ایران نیستن، مبارزات کارگری یا مبارزات پولی، ولی حداقل از اون موضع قبلیشون عوض شده. مثلا پارسال SWP در رابطه با جنبش ژینا خیلی مطلب زد، از اینجا اونجا جمع کرده بودن، نه که خودش مطلب جدیدی داشته باشه، ولی خب حداقل مطرح میکرد، میگفت باید دفاع کرد بیده. مشکل فکر میکنم اینه که باید این مسئله عدم اعتماد رو کم کنیم، یعنی باید نشون بدیم که ما متفاوتیم با اونایی که قبول میکنن برن از پارلمان اروپا پول بگیرن. و اینجا به نظر من اتفاقا، خب البته زمان گذشته، مشکلات کم نبوده غیره، ولی فکر میکنم حسابی که مثلا رو شخص تراب خیلی از چپهای بریتانیا باز میکنن کاملا متفاوت با ارزیابیشون از حزب توده که بالکل ارتجایی میدوننش یا خائن میدوننش یا وابسته به رژیم میدونن، و یا با این چپی که من اشاره کردم که چپ سوسیال دموکرات شده است. در رابطه با صحبت بهروز عزیز، ببین چند نکته رو باید توجه کرد. یکیش اینه که آلمان یه موقعیت خاصی داره و من متوجهم که اولا این قضیه سابقه آلمان شرقی و غیره، اصلا آلمان شرقی از مراکز و پایگاه های حزب توده بوده، واضحه که در دهه 80 و تا سالها بعد دیدشون همون دید حزب توده بوده. حالا که حزب توده اپوزیسیون شده، خب طبعا باید دید اینا عوض بشه، ولی همون حزب چپ تغییر و تحولات اساسی درش پیش اومده، الان از یه جنبه دیگه ای راست شده. تا اونجا که من میفهمم در آلمان این قضیه انتی دویچه و کل این بینشی که قبل از قضیه غزه کاملا جلوگیر هر نوع انتقاد از اسرائیل بود، خیلی مسئله بغرنجی شده و خیلی بده به نظر من، چون باعث تقویت یه راست دیگه شده. و در مقابل اون وقت اون کسایی که خودشون رو چپ میدونن در آلمان، آره شاید همچنان یه عدهشون هستن که توهم دارن به جمهوری اسلامی، ولی من فکر میکنم در سطح بین المللی مشکل کمتر شده توهم به جمهوری اسلامی. مشکل اصلی وضع بد چپ تبعیدی ایرانیه و این وظیفه تک تک ما بوده که خودمون رو جدا کنیم از این چپ. پروانه عزیز نوشتن که اسم و من اسم بردم، من فکر کنم من و تو را کوتاهی نکردیم در اسم بردن از همه کسایی که فکر میکنیم به وجود آورنده این وضع فجیع بودن. جریانی که توکل باش در رهبریش الان سال هاست از یکی از احزاب راست هلند پول میگیره، دستگاه تلویزیونیش رادیویش هرچی داره از اونجا تامین میشه و با افتخار میگه آره هم میگیریم چیکار داریم.
خب بعد ما انتظار دارید ما مثلا یه اتحادی با اینا ببندیم ببینیم چپ انگلیس از همون دفاع کنیم. میخندم بهمون نمیدونی واقعا اصلا فجیعه، خجالت داره اصلا آدم همچی چیزی بگه. جریانی مثل شورای هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست اطلاعیه داده در رابطه با جنگ غزه، نوشته جنگ ارتجایی اسرائیل و حماس. خب این تبلیغ اسرائیله که میگه این جنگ با حماسه. 15,000 کشته در غزه، اینا عضو حماس بودن. اگه حماس 15,000 جنگجو داشته که وضعش بهتر از حالا بود. آخه بعد ما شما میاد مینویسید جنگ ارتجایی. این جنگ جنگ یک کشوری است که وابسته به ابرقدرت جهانی است، کشور امپریالیست، با مردم بدبخت بی گرسنه بی خانمان در غزه. حماس اصلا نه سر پیاز نه تای پیاز، ربطی به قضیه حماس نداره. بعد یه چیزی یاد گرفتی جنگ ارتجایی، اعلامیه میدی جنگ ارتجایی. خب فکر کن من به چپ انگلیس بگم ما میخوایم با اینا همکاری کنیم، میخندن بهم، بیرونم میکنن از اتاق، حق دارن. این کجاش جنگ ارتجاییه؟ جنگ امپریالیستیه؟ جنگ نسل کشیه در منطقه ای که مردم عادی اصلا خیلی هاشون قبل از این که جنگ شروع بشه با حماس مخالف بودن. درصد بالایی از جمعیت غزه سنشون کمتره از اینی که هیچ موقعی به حماس رای داده باشن، چون در این 15-16 سال که رای نداده، اجازه رای دادن نبوده. باید 40 سال به بالاها رو پیدا کنی که مقصر بدونی برای یه رای دادنی در 15 سال پیش به حماس. اون وقت شما که اینقدر سواد سیاسی ندارید که یه مسئله ساده ای رو دنبال کنید، اطلاعیه میدید که این جنگ جنگ ارتجاییه، اون وقت فکر میکنید میشه از چپ جهانی فردا که راجع به ایران اطلاعیه دادید کمک گیره. دوستان ما در امریکا نامه می نویسن در تبلیغ. من رفتم یه جایی صحبت کردم در جلسه اتحاد، نه اتحاد چپ نبود، در جلسه شورای فرهنگی. توی جلسه ما همینجور تبلیغ می کردن که به نماینده خودتون در سنا یا کنگره امریکا در رابطه با کشتار جمهوری اسلامی سال دوره ژینا نامه بنویسید. خب در میان نمایندگان پارلمان یا کنگره امریکا یا سنای امریکا کدومشون به جز شاید مثلا این 14 نفر که امروز رای ندادن، من نمیدونم کی بودن، ولی کدومشون غیر ضد امپریالیستن که ازشون میخواید در رابطه با زندانیان سیاسی ایران کاری بکنید؟ خب وقتی این کارا رو میکنید بعد انتظار دارید مردم قبولتون کنن، انتظار دارید کسی جدی بگیره حرفتون رو، انتظار دارید کسی شما رو در چارچوب چپ حساب بکنه. نه، اینها رو مردم در چپ ارزیابی نمیکنن. و در نتیجه میگم نمونه ها خیلی زیاده. من یه نمونه دیگه آوردم و اونم این قضیه استقبال اعلامیه مشترکی هست اگه اشتباه نکنم از حزب کمونیست ایران و راه کارگر. اطلاعیه مشترک دادن در تبریک انتخاب درست کمیته نوبه. خب این واضحه کجا میرید با یه چنین کارهایی؟ و میگم مشکل اصلی اون وقت اینه که این مخدوش شدن خطوط، این اگه بخوای نداشتن پرنسیپ، ضربش به همه میخوره. یعنی برای چپ اروپایی مسئله این شده که چپ ایران بی پرنسیپه، چپ ایران اصول سیاسی رو رعایت نمی کنه. و درسته که این مسئله شروع شد با قضیه انحراف های اینها در رابطه با جمهوری اسلامی، ولی فقط اون نیست. ما الان با جنبه های خیلی دیگه ای از این نوع سیاست ها روبرو هستیم که من فقط میگم
یه جنبه های خیلی کوچیکی شو اشاره کردم. همینجا سب میکنم تا یه سوال دیگه هست، ولی اگه یکی از دوستان بخونه من چت رو درست نمیدونم. رفیقمون رادیو آوای زن دستشو بالا کرده، میخواین اول شما سوال ایشون رو بشنوید؟ رادیو آوای زن عزیز، اگر مایلی صحبت کنید بفرمایید. صدا هست بفرمایید. صداتون بود، باز دوباره خودتون مسیح. اوکی ببخشید ببخشید. پس با درود و وقت بخیر یاسمین عزیز، من خواستم اگر ممکنه یه توضیحی از این چپ جهانی که میگید، حداقل من متوجه نمیشم، چون یه چپی رو من به عنوان چپ جهانی از قدیم ایام میشناختم که سالها از جمهوری اسلامی دفاع میکرد، مخصوصا به طور مشخص در استرالیا. من تا سالها با چپ استرالیا که برخورد میکردم جمهوری اسلامی رو ضد امپریالیست میدونست و خیلی هم مدافعش بود. بعد یک دفعه یک تغییر تحولی صورت گرفت که تقریبا 15-16 سال پیشه که اینها هم طی اون تغییر تحولات جهانی که صورت گرفت یه دفعه مدافع طبقه کارگر شدن و یه تغییری صورت گرفت. من اگر میشه تعریفی از این چپ جهانی حداقل امروزی برای من اگر میشه داشته باشید در رابطه با چپ ایران هم. خب من فکر میکنم چپ ایران هم مثل چپ جهانی، شاید من اشتباه برداشت کنم، یعنی نسبت به چپ جهانی یه همچی یک دست هم نیست که بخوایم بگیم چپ ایران، برای اینکه بخش اساسی از نظر من بخش اساسی از چپ ایرانه که کلمه ویران رو بعد داغون رو بعد برش به کار ببرم، در واقع امروز ما خیلی ها رو میبینیم به اسم چپ، ولی همین هایی که مدافع حقوق بشرن و در واقع وابستگان ارگانهای بین المللی همین دم و دستگاه های امپریالیستی هست که عمده ترینشون هم اتفاقا تو بخش زنان هست که خودشون رو چپ میدونن، خودشون رو فمینیست میدونن، کنار این دم از مثلا مبارزات و جور چیزا میزنن، ولی کارمندان حقوق بشر هم مثل همین رسانه ها، حالا اینها به عنوان ارگان هم مثلا ارگانیزیشن زنان فلان، ارگانیزیشن زنان ویسا، اینها که خیلی هاشون هم خودشونو چپ میدن، از یه طرف توی پاشون توی این ارگان هاست در واقع نماینده اینان، از طرف دیگه پاشون تو سازمان هاست نمایندگی سازمان ها میکنن. این رو هم بیشتر خواستم فقط این رو هم بگم که چپ ایران هم در واقع لایه لایه است و ما نمیتونیم بگیم یه پیالش کنیم، مخصوصا با توجه به این روز احوال. شنوندم که توضیح حداقل شاید بتونم پاسخم رو بگیرم که این چپ جهانی چیه. مرسی از اینکه وقتم دادید. جواب بدم تو بفرمایید یاسم، شما بعد از هر سوال ای خواستید میتونید جواب بدید، بفرمایید. درست میگید آوازان عزیز، درست میگید. این نمیشه یه پارچه دونست، نه چپ ایران رو میشه یه پارچه دونست. اگه بخوای یکی از مشکلات تاریخی چپ در مقطع کنونی اینه که اگر به قول یکی میگفت اگر یه انشعاب میکنن بعد تو انشعاب سه تا انشعاب دیگه هم صورت میگیره، در نتیجه طبیعی است که هر کدوم اینا رو نگاه میکنید واژه‌ای که باید استفاده کرد اینه که بخشی از این چپ، و درسته که این چپ جهانی تغییر و تحولاتی داشته. من فکر میکنم یه عکس العملی که جنگ عراق به وجود آورد، شاید بعضی وقایع مثل زندان ابو غریب، گوانتانامو، غیره به وجود آورد، این بود که این چپ جهانی هر کی رو که از هر چیز اسلامی انتقاد میکرد رو اسلاموفوب میدونست و اشتباه میکرد، درست؟
اسلاموفوب دانستن اینها اشتباه بود. و خوشبختانه یا بدبختانه فکر میکنم وقایعی در سطح جهان این دید رو به نوعی عوض کرد. من نگرانم البته که جنگ غزه دوباره ما رو به عقب ببره، ولی مثلا بهار عربی و بعد مثلا یه نمونه کاملش در انگلیس، چون جاهای دیگه هم شعبه زیاد داره و نیروی کمی نیست، سوشالیست ورکرز پارتی در استرالیا هم عضو داره، در امریکا هم نیرو داره غیره، ولی یکی از چیزهایی که برای اینا عوض شد مسئله بهار عربی بود. وقتی که مرسی به قدرت رسید، خب اینا هم موضع گرفتن علیه مرسی، حالا بگذاری که موضعشون به جای نکشید و اشتباهی دیگه کردن، ولی موضع گرفتن. بعد همین بخش در رابطه با جنگ سوریه، همطور که قبلا گفتم، در رابطه با ایران موضعش عوض شد. و در نتیجه هر کدوم اینا رو نگاه بکنید، تغییر و تحولات زیادی توی این 20 سال پیش اومده، توی 44 سال که خیلی بیشتر، ولی تو همین 20 سال، تو قرن 21 هم پیش آمده. و من اون جنبه بد دوره ائتلاف ضد جنگ رو که میگم برخی از احزاب براشون این توهم ایجاد شده بود که میتونن جبهه متحد بزنن با هر کی که علیه جنگ عراق، مسلمان باشه، چه میدونم، در انگلیس حتی متحد شدن با کسانی که لیبرال بودن ولی ضد صلح دوست بودن. این نوع دیدها عقب افتاد و در نتیجه میشه گفت که چپ جهانی اولا یک پارچه نیست، حداقلش اینه که باید بین بینش های مثل استالینیست، ماویست سابق یا اینچه باقی مونده، کم ولی باقی مونده از ماویست، جریان های تروتسکیست تفاوت هایی گذاشت، ولی جریان های تروتسکیست در بین خودشون ما اولا 4-5 بینش کاملا متفاوت میبینیم. حدس من اینه که توهم به جمهوری اسلامی مخصوصا بعد از سال گذشته کم شده، من نمیگم از بین رفته، ولی من در انگلیس الان کسی رو سراغ ندارم که مدافع جمهوری اسلامی باشه یا به چپ بگه چرا تبعید شدی، یا ندونه که در ایران زندانیان سیاسی خیلی هاشون چپ هستن. فکر میکنم با یک تغییری در این رابطه روبرو هستیم. و شما، من همیشه تاکید میکنم، حالا شاید در صحبت حواسم نبوده گفتم چپ ایران، من بخش خیلی خاصی از چپ رو مورد نظر دارم، حتما کسایی هستن که مستقیم یا غیر مستقیم کمک مالی دریافت می کنند و یا مستقیم یا غیر مستقیم وابسته هستند که درگیرند با جریان هایی مثل حقوق بشری که وابسته است، یا غیر مستقیم با بعضی از این جریان های وابسته به امنستی، حقوق بشر، غیره همکاری دارن. در نتیجه من به هیچ وجه منظورم همه چپ نیست و طبیعیست برای در میان همه اینها این تفاوت ها خیلی فاحشه و باید تاکید کرد. منظور من خیلی مشخص بود و تعریف کردم راجع به کی دارم صحبت میکنم، بحثاشون چیه و هر کدومشون در رابطه با این مسائل چی میگن. من یه نمونه برای شما میارم. شما صفحه های تارنمای این جریان ها رو نگاه کنید. واقعا تا قبل از جنگ غزه اصلا شما مطلبی نمیدیدید که بین المللی باشه. شما خیلی به ندرت مطلبی میدیدید که مخاطبش
مسئله امپریالیسم باشه. واژه امپریالیسم رو استفاده نمی کردن. به امثال من و تراب که راجع به امپریالیسم صحبت می کردیم می گفتن شما حتما مدافع جمهوری اسلامی هستید، چون وگرنه آدم عاقل که اصلا راجع به امپریالیسم صحبت نمی کنی. در نتیجه ما جریان های خیلی مشخصی رو مورد نظرم. دوستانی که نمیتونن دست بلند کنن، ادمین ها به نوبت صداشون کنن. من نمیدونم مشکل چیه، میشه صداشون کرد؟ ببخشید. ببخشید من فقط سریع یه چیزی اینجا بگم برای اونای کسایی که نمیتونن دستشون بلند کنن. اول که این یه مقدار خب فرق میکنه چنو دستگاه یا دیوایس دارن استفاده میکنن، ولی خب این بعضی موقع یه کاری که میتونن بکنن که اول اون ماستشون رو ببرن پایین صفحه سیاه، چون میره کنار وقتی که ماست اونجا نیست، یعنی اون صفحه اکتیو نیست، خب نشون داده نمیشه. اون آیا اون کار رو میکنن یا نه؟ اگه اون کار رو میکنن نمیاد، خب اون مسئله به نظر من از این است که یک نوع اشکالی توی کانفیگوریشنش هست. ولی به نظر من اول کاری که باید بکنن اینه که ببرن اون ماسشون رو پایین صفحه، اون در واقع اون چیزا هم که فارسی تولبار باید نشون داده بشه دیگه، اون از اونجا فکر کنم بتونن. من فکر کنم اصلا لازم نیست، ما الان لیست رو داریم نگاه میکنیم. بله درست درست. اول جوابادی عزیز و بعد امیر میتونن صحبت کنن. یکی دو تا مطلب هم تو تکست بوده میشه بگم. بزن قبل از اون دوستان کامبیز سخایی دستش بالا. رفیق کامبیز اگر مایلی بفرمایید. خیلی ممنون. خیلی ممنون یاسمین جان از صحبت جدی و جالبتون. من یه نکاتی داشتم به نظرم، تا اونجایی که شما به اون کسایی انتقاد میکنین که از راست به تئوری امپریالیسم و به برخورد ضد امپریالیستی برخورد انتقاد دارن، منم با شما موافقم. خیلی یعنی اونا کسایی هن که دیگه به صورت عیان از طبقه حاکم حالا خواه تو کشورهای سرمایه‌داری مثل آمریکا اینا، یه خواه در خود جمهوری اسلامی میخوان دفاع کنن. منتها به نظر من یه طرف دیگه منتقدینی هستن که از چپ به این قضیه انتقاد میکنن، مثل خود من. و من به نظرم مسئله سازشکاری و همکاری طبقاتی و جبهه متحده با هر کسی که شما به درستی توضیح دادین ریشش بر میگرده به قرائت استالینی از و قرائت کومینترن از همکاری یعنی وحدت عمل، به نظر من میره عقبتر از اون. ریشه این قضیه تو خود تئوری امپریالیزمه. به نظر من لینین با موضع وسطی که داره یه موقع خوب راستا رو میزنه با امپریالیسم، یه موقع دیگه یه تئوری میسازه که در واقع معتقده که بدبختی ما نه از رشد سرمایه داری بلکه از عدم رشد سرمایه داری. اون مشخصه هایی که اون برای امپریالیسم میذاره خب همه مال خود سرمایه داری هست. یعنی وقتی که اون میگه که سرمایه مالی با سرمایه صنعتی ترکیب میشه، خب این که جلد دوی کاپیتال همش راجع به اینه و معتقد مارکس که سرمایه سه تا جلوه داره و جلوه هاش سرمایه مالیه، سرمایه صنعتیه، سرمایه تجاریه و اینا به همدیگر رو فید میکنن. یعنی سرمایه مالی یه چیزی نیست که جدا از سرمایه، حالا میاد اینو میخوره یا نمیخوره. در نتیجه به نظر من ندونسته لنین با این تئوری امپریالیسمش یه جوری ما رو باز می‌داره از مبارزه ضد سرمایه‌داری. ما خیال می‌کنیم با یه جریانی
که حالا میشه آخری مرحله سرمایه‌داری که امپریالیسم، ما با اون داریم مبارزه میکنیم. بعد ترجمه سیاسی این میشه مبارزه با بانک‌ها، مبارزه با انحصارات، مبارزه با بورژوازی غیر ملی، و اون برش میشه وحدت با بورژوازی ملی، وحدت با بورژوازی غیر انحصاری، وحدت با سرمایه‌داری که اینجوریه یا اونجوریه، یا سرمایه‌داری که مخالف رگولیشنه. همیشه بالاخره یه چیزی رو ما داریم میزنی که خود سرمایه‌داری نیست، ولی خود سرمایه‌داری دشمن ماه. ما با سرمایه‌داری میخوایم مبارزه بکنیم به عنوان یه نظامی که بازار رو بر حیات انسان حاکم میکنه و زندگی مردم رو، به خصوص زندگی طبقه کارگر رو، به یه زندگی از خود بیگانه تبدیل میکنه. بنابراین ما نمیتونیم با هیچ بخشی از بورژوازی، هیچ بخشی از بورژوازی متحد بشیم برای آینده‌ای که ما براش داریم مبارزه میکنیم. یعنی اگر حتی ما میگیم که آقا سانسورم برداشته بشه، این سانسور از کانال مبارزه ضد سرمایه‌داری میگذره. و به نظر من اون قدرتی که توی حرف کنه حرف تروتسکی بود سر انقلاب مداوم این بود. یعنی تروتسکی شاید خودشم به این اندازه نمیفهمید، ولی تای حرفش این بود که همه خواستا در نهایت خواست سوسیالیستیه، خواست ضد سرمایه‌داریه. حتی خواستایی که سنتاً به اسمش گذاشته بودن دموکراتیک، یعنی خواستایی که بورژوازی میخواد. نه، بورژوازی نمیخواد، از اولم نمیخواست، منتها الان دستش رو شده. و ما نیست که میریم به جای بورژوازی اون کارا رو انجام میدیم، ما علیه بورژوازی این کارا انجام میدیم. یعنی هر خواستی که آدم ها خیال میکنن چون اسمش دموکراتیکه در چارچوب سرمایه داری تحقق پذیره، ما میگیم تحقق پذیر نیست، ما منظورم کمونیست است. اون وقت به نظر من بحث شما یه همچین معنی میداد و من با محتوای حرف شما خیلی موافقم. اینایی که میگین حاضرن هر نوع سازشی بکنن، حتی پول بگیرن، حمایت بگیرن از سازمانهای بورژوایی، ولی اینکه تای تئوریشون نه فقط تئوری کومینترنه، بلکه این تئوریه که سرمایه داری رشدشه که به ما کمک میکنه، نه عدم، ببخشید، یعنی عدم رشد سرمایه داریه که داره به ما صدمه میزنه. بنابراین ما باید یک شرایطی که مانع رشد سرمایه داری هستن رو براندازیم تا سرمایه داری بتونه راحت رشد کنه. خب این وقت ما رو میندازه تو دام بورژواها. قدیم اون دولتایی که این کارا رو میکردن عاقبت میشدن به همکار سرمایه‌داری جهانی. حالا که دیگه اون دولت‌ها نیستن، این گروه‌های مختلف دارن این کارا رو میکنن و هیچ عبایی هم ندارن که این حرفو بزنن. یعنی من داشتم چند وقت پیش مصاحبه یارو مال حزب توده، ببخشید، رای توده رو گوش میدادم و اون علنی میگفتش که بله، خب ما باید از روسیه دفاع بکنیم و بیشتر احزاب کمونیست هم دفاع میکنن از روسیه در مقابل اوکراین، به خاطر اینی که داره امپریالیسم جهانی رو ضعیف میکنه. حالا امپریالیسم جهانی چیه؟ مگه خود روسیه غیر امپریالیسم جهانیه؟ امپریالیسم جهانی میشه مثلا یه کشوری که اینا حالا فعلا علمش میکنن، آمریکا یا هر کشور دیگه. یعنی میخوام بگم که خود تئوری امپریالیسم علت این سازشکاری و وحدت طبقاتی و قاطی کردن وحدت عمل با جبهه متحده. ما به درستی، من با شما موافقم، به درستی توضیح دادین که جبهه متحد یعنی خیانت به منافع و آمال و آرزوهای طبقه کارگر. و اون خانم مال رادیو آبای زن، خیلی من باشون موافقم، خیلی صحبت خوبی کردن که متاسفانه درست میگن. تمام جریان های چپ، یعنی از جریان های استالینیستی، ماویستی، تروسکیستی، حتی چپ نو، همشون تو دوره‌های مختلف، برهه‌های مختلف تو این جریان 40 سال متأسفانه پشت کردن به جنبش کمونیست کارگری ما و ضربه زدن روی همین تئوری امپریالیسم و مبارزه با نیروهای فلان و جبهه متحد و یه زبونی بالاخره به کار بردن که ببخشید زیاد حرف زدم. خیلی ممنون کامبیز عزیز. من اتفاقا یه بخشی داشتم دقیقا در رابطه با همین انتقادهای چپ از کتاب امپریالیسم لنین، و یه سری مقاله یکی نوشته بود، من اتفاقا اونا رو چند وقت پیش میخوندم، چون
میخواد مجموعه از اونا رو برای کریتیک بفرسته و دقیقا حرف شما رو میده و من با برخی برخی سایه ها با حرف او موافقم. صحبتی که میکنه اولا همینه که شما میگید، وقتی شما این مسئله رو محدود بکنید به این که اختلاف ما با سرمایه‌داری نیست بلکه با نوع خاصی از سرمایه‌داریه که در این مرحله بالای نظام سرمایه‌داری مونوپولی شده، اون وقت زمینه ساز این هست که متحدانی پیدا کنیم. ولی ببینید حتی در اون معنا حداقل تا اونجایی که من میفهمم لنین منظورش این نبود که برید زیر پرچم جریان‌های غیر پرولتری، این بود که اونا رو بیارید زیر حکومت خودتون، زیر پرچم خودتون. و این تفاوت خوب هست، تفاوت فاحشیه که اگه شما مثلا متحدینی پیدا کنید ولی خط حزب کارگری غالب باشه بر اون حرکت، فرق داره تا اینکه برید زیر سایه جمهوری اسلامی یا حکومت بورژوا ارتجایی. ولی مایک مکنر که راجع به این خیلی نوشته فراتر از این میره، میگه حتی برخی از تعاریف لنین در رابطه با اینی که میگه چه کشورهای امپریالیست هستن الزاماً دقیق نیست. میگه که در حکومت‌های قبلی، چون تاریخ شناس رشتش حقوق تاریخه، تاریخ حقوقه، میگه مثلا در حکومت جنوا و یا حکومت ونیس، اینها که مال خیلی وقت پیش دیگه، اینها مستعمره هایی در قبرس و یا کریت داشتن و در این روابط اقتصادی که داشتن سرمایه در شکل مثلا آسیاب یا شکل های دیگه برای تولید شکر و سرمایه برای وارد کردن بردهی که این کار را انجام بده منتقل می شد به این مستعمره ها. و اون موقع خب سرمایه داری وارد مرحله بالایی نشده بود. صحبتش اینه که این تعریفی است از سرمایه داری، این رو تعریف خاصی از یک مقطع خاص از رشد سرمایه دونستن مشکلاتی ایجاد میکنه، چرا که همون که شما میگید متحدانی رو برای طبقه کارگر به حساب میاره که اون متحدان میتونن تضعیف کنن موضع سوسیالیستی طبقه کارگر رو. و در حقیقت او هم میگه این جبهه واحد ضد امپریالیستی یا ضد فاشیستی رو احزاب استالینیست و احزاب بعد از کمونترن به صورت فجیعی دنبال کردن، ولی زمینه های اشکال عمیق‌تر از اینه و در خطوط یا در لای صفحه های امپریالیزمه. منتها میگم من فکر میکنم باید هر چیز رو در مقطع زمانی خودش هم ارزیابی کنیم و در اون مقطع خاص زمانی درک این بوده از اینی که سرمایه چه نوع پیشرفت میکنه. کاملا درست میگی حرفی که لنین میزنه در حقیقت بازخوانی است از سرمایه مارکس و تعبیرش بر تغییر و تحولاتی که از اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 صورت گرفته. مشکل برخی نتیجه هاست، برخی توصیه هاست، ولی این رو هم فراموش نکنید که در مقاطعی در اون دوره توازن طبقاتی به نفع طبقه کارگر نبوده. ما الان با دنیای متفاوتی روبرو هستیم، وقتی که مثلا در رابطه با طبقه دهقان یا کشاورز واقعا در سطح جهان نیروی کار این طبقه یا پرولتریزه شده یا بیکار و حاشیه نشین و بی مسکن و بیکار طبقات پایین تر از طبقه کارگر شده. در نتیجه
این تغییر و تحولات شاید در اون مقطع سخت بوده پیش بینیش، ولی من روی هم موافقم. ممنون یاسمن عزیز. آوای زن شما هنوز دستتون بالاست، آیا هنوز نوبتین یا اینکه اشتباه دستتون بالاست؟ به هر حال من میخواستم وقت بدم به یکی دوتا از رفقایی که سوال توی تکست کرده بودن، توی چت کرده بودن که دستشون هم بالا نمیتونن بکنن، ولی با اجازهشون چون بحث سر الان تعریف امپریالیسم شد، منم میخواستم یه چند نکته بگم، به خودم هم یه وقت کوچیکی این وسط بدم. من نمیتونم دستم بالا کنم چون تا صحبت میکنم بعد دستم پاک میشه، در نتیجه وقت برای خودم از قبل در نظر گرفته بود. سر این مثلا تئوری امپریالیسم لنین، ببین به نظر من باید چند تا مسئله رو در نظر گرفت. اولا این که چرا اصلا یه دفعه لغت امپریالیسم این وسط عمده میشه، این پدیده ایست که اوضاع سیاسی اون دوره رو باید در نظر بگیریم. بلا بخوایم به یه معنای کلی امپریالیسم رو بگیم، امپریالیسم یعنی تجاوزگری و نظامیگری دیگه، معنی جز این که نداره که، یعنی یه کشوری بره به کشورهای دیگه تجاوز کنه، از طریق نظامی اینا رو بگیره و غارت کنه و به هر حال استفاده که میخواد بکنه، به این میگیم امپریالیسم دیگه. ولی خب اینجوری اگه شما امپریالیسم رو بخواید تعریف کنید، خب امپریالیسم یه پدیده ایست که مختص مرحله خاصی از سرمایه‌داری نیست. سرمایه‌داری در همه دوراناش اینطوری عمل کرده، کشوری که سرمایه‌داری میشه دولتش در خدمت طبقه سرمایه‌داره و توسعه‌گری سرمایه رو با جنگ و تجاوز بسا پیش میبره. این رو ما همیشه داشتیم، هنوزم داریم، تا موقعی که سرمایه‌داری هم هست این رو نمیشه ازش جدا کرد. اساسا راه انباشت جنگه، یکی از راه، یعنی جنگ و انباشت رو نمیشه از هم جدا کرد. حتی انباشت اولیه رو مارکس یادمونه، میگه با داستانی است که با لغات جنگ و آتش نوشته شده است. یعنی حتی تو انباشت اولیهش مثلا این تجاوزگری و مثلا نظامیگری رو ما دیدیم، حتی دوره مرکانتیلیزم این تجاوزگری و نظامیگری رو دیدیم. خود لنین هم تو کتابش اشاره میکنه که حالا من نمیگم اینجا فقط اینا تجاوزگر شد، در دوران قدیم هم کردن، ولی این یه تفاوتایی داره به خاطر که این مرحله خاص از سرمایه داری. یعنی میخوام بگم زمینه این که میاد و میگه این امپریالیسم یه مرحله خاصیه، نقدن توی اوضاع سیاسی بعد از مثلا جنگ ژاپن و روسیه تو اروپا، این داستانای جنگ افروزی بین کشورهای مختلف مطرح شده بود، تو زبون همه افتاده بود، من جمله تو خود پارلمان انگلیس اصلا این به بحث گذاشته شده که آیا ما باید سیاست امپریالیستی داشته باشیم یا سیاست سرمایه گذاری در داخل به عنوان دو تا سیاست. لنین هم که اینجا اشاره میکنیم بحث سیاسی نیست بلکه یه مرحله از سرمایه داری، منظورش اینه، این یه انتخاب سیاسی نیست، یه گزینه سیاسی نیست، سرمایه‌داری مجبور این کار رو بکنه. متأ تو این مرحله رسیده به اینجا. چرا؟ چون داره در واقع تحلیل میده از دلایل جنگ جهانی. تحلیل میده از اینکه چجوری اینا به جنگ با هم دیگه مجبور شدن برای باز تقسیم دنیا. بنابراین به این دلیل هم بعد میگه این مرحله آخره، چون توقع داشته نه این که ما جنگ با امپریالیسم، من اینا رفیقم کامبیز این از کجا گرفته بود که لنین مثلا تئوری امپریالیسمش یعنی رشد سرمایه‌داری کمه، رشد سرمایه‌داری کمه مال لنین قبل از مثلا اینه که حتی بولشویسم تشکیل بشه، مال موقعیست که میل داشت مثلا آرمان خلقی ها رو نقد میکرد که اینا فکر میکردن از جامعه دهقانی میشه رسید به سوسیالیسم، میگفت نه سرمایه‌داری میتونه در روسیه رشد کنه، نه اینکه عاشق رشد سرمایه‌داری بود. ولی به هر حال حالا اون یه بحث متفرق است، ولی میخوام بگم که موقعی که میگه مرحله آخر بالاترین مرحله از سرمایه‌داری، منظورش اینه که تئوری اون موقع بلشویک‌ها و سوسیالیست‌های انقلابی اون دوره در اروپا این بود که سرمایه‌داری در حال سرنگونیه، در حال واژگونیه، یه بحران عظیم
به اصطلاح اقتصادی سرمایه‌داری دچارش شده، از اوایل قرن بیستم شروع شده و این دورانی است که افولشه، دوران سرنگونیشه. توقع داشتن انقلاب جهانی داره میشه. بنابراین موقعی که میگه مرحله آخر، یعنی آره سرمایه‌داری رسیده به اینجا که حالا امپریالیستی شده و اینم مرحله آخرشه، یعنی بعدش دیگه میفته. یعنی سرمایه‌داری داره در شرف سقوطه، انقلاب جهانی در شرف به وقوع پیوستن. به این دلیل این کنسپت آخرین مرحله رو به کار میبره. این ستایی که کنار هم بذاریم به نظر من میفهمیم چه سوء تفاهمی دور این تئوری ایجاد میشه. توگویی امپریالیسم تعریفش اون چیزیست که لنین در اون کتاب کرده، در صورتی که اون نیست. اون داره جنگ جهانی رو توضیح میده، دلایل جنگ جهانی رو داره توضیح میده، تئوری جنگ جهانیه، نه تئوری امپریالیسم به اون معنا. واضح امپریالیسم در هر مرحله از رشد سرمایه‌داری شکل متفاوتی به خودش خواهد گرفت، همونطور که میبینیم تو دوره مرکانتیلیسم قبل از حتی پیدایش سرمایه‌داری یه شکل دیگه به خودش گرفت، همینطور که میبینیم بعد از جنگ جهانی دوم یه شکل دیگه به خودش گرفت. یعنی خود امپریالیسم اگر مرحله از رشد سرمایه‌داریه، پس هر رشد سرمایه‌داری مرحله خاصی از امپریالیسم هم هست دیگه. یعنی خود امپریالیسم هم چیز ثابت و داده شده که نیستش که، اگر وابسته است به مرحله رشد سرمایه‌داری. بنابراین بر اساس مراحل رشد سرمایه‌داری باید تشخیص بدیم امپریالیسمش چیه. امروز هم خب این تفاوت‌های عمده رو با اون دوره کرده دیگه. و یه نکته یادم نره، همینی که جنگ جهانی داره در شرف به وقوع پیوستن، سوسیال دموکرات ها دارن موضوع دفاع از دولت ملی خودشونو میگیرن، زمینه ای که ساخته شده در نظر بگیریم، بعد از یه دورانیست که دوره به اصطلاح چی میگن، دوره هژمونی انگلستانه با سرمایه صنعتیش، یعنی سرمایه‌داری صنعتی حسابی در انگلستان رشد کرده، با کالاهاشون دارن دنیا رو میگیرن. دوره مثلا رقابت آزاده، دوره تجارت آزاده، دوره ایست که مثلا سرمایه‌داری انگلیس در واقع امپراتور جهان شده، با صنعتش داره میره جلو. دوره ای نیست که جنگی صورت میگیره جایی. به همین خاطر اینقدر انگلستان چیرست توی بازار جهانی، جنگی هم صورت نمیگیره، جنگ بین کشورهای امپریالیستی. اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 که زمزمه ها شروع میشه، اونم به خاطر اون مرحله ایست که به اصطلاح لنین میگه. ولی شما بیاین به جنگ جهانی دوم، خب چه تفاوتی کرده؟ تفاوتش اینه که رقابت دیگه بین کشورهای امپریالیستی عمده تبدیل شده به هژمونی آمریکا روی گروهی از اینا. یعنی سرمایه‌دارای اروپایی در واقع الان زیر سلطه سرمایه آمریکایی قرار می‌گیرن دیگه. یعنی هم سرمایه‌هاشون به هم ادغام شده، همین که هژمونی نظامی و مالی دست آمریکاست و آمریکا هم این هژمونی مالی و نظامیش رو هی محکمتر و محکمتر و محکمتر کرده، تا جایی که عملاً تمام نهادهای بین‌المللی که ساخته و تمام نهادهای بین‌المللی که حالا بهش میگه نظم جهانی متکی بر قانون، منظورش این نهادهایی هستند که خودش ساخته، اینا در واقع این هژمونی رو دارن تأمین میکنن. و حالا جنگجویی، جنگجویی جمعیه، جمعی به جون دنیا افتادن، جمعی هر جا که دلشون بخواد جنگ را میندازن و هیچ به اصطلاح رقابتی با هم هم ندارن و منافعشون رو با هم دیگه تقسیم میکنن. این تغییر کرده، ولی چیز دیگه این وسط تغییر نکرده. و واضح سرمایه‌داری جهانی هم تغییر کرده، در چه شکل امپریالیسم هم این وسط تغییر کرده. خلاصه میخواستم بگم به این دلیل نمیشه گفت که خیلی از کسایی که میان بر اساس حرف لنین میگن پس دیگه شبیه این نیست امپریالیسم، سرمایه‌داری دیگه شبیه این نیست، پس دیگه امپریالیسم هم نیست، اشتباه میکنن.
اشتباهشون هم در همینه که لنین رو اشتباه میفهمن. خود لنین به این دلایل اینجور بیان کرده، از اون تئوری رو به شکل فرمالش ما در نظر نگیریم، یه ذره به سبب به تاریخچش که نگاه کنیم دلایلش این بود. ولی واضح هر مرحله از سرمایه‌داری شکلی از تجاوزگری و نظامیگری خاص از خودش نشون خواهد داد و این اشکال متفاوت مراحل مختلف هم سرمایه‌داری هم هم اشکال مختلف امپریالیسم. امپریالیسم یه تعریف واحد نداره که بگردیم جزوه لنین دنبال تعریف واحد امپریالیسم، نه، اون تعریف از این تجاوزگری و نظامیگری برای مرحله خاصی. تو مراحل دیگه بعد ببینیم این تجاوزگری و نظامیگری خودشو چجوری نشون میده. و تو این دوره بعد از جنگ جهانی دوم عملاً به اصطلاح مهمترین عامل هژمونی آمریکاست، هژمونی نظامی و مالی آمریکا. الان دستگاه مالی که دست آمریکاست تقریبا به دنیا چیرسی، ببین هر جور دلشون بخواد به اصطلاح یه دفعه کشور رو مثلا از این نظام میندازن بیرون، ای دلشون بخواد هر وقت دلشون بخواد یه کسی رو میارن، هر کار دلشون بخواد بکنن، چون کاملا دستشونه، احتیاج نه با هم رقابت کنن، سهم همدیگر رو رعایت میکنن. یعنی اونم نه اینکه سهم همدیگر رو رعایت کنن، آمریکا به هر کدوم یه خوردنونی میده، یه سهمی میده، یه چشم‌پوشی میکنه از به اصطلاح منافع ویژه اونا. مثلا اگه امپریالیسم فرانسه بره در آفریقا یه چند میلیون رو بکشه اشکالی نداره، اجازه میده آمریکا که بره انجام بده، ولی اگر آمریکا اجازه نده فرانسه هم حق نداره همچین کاری رو بکنه. یعنی هژمونی آمریکا این وسط هنوز که هنوزه هی هم صحبت از افول آمریکا و چند قطبی شدن و اینا میکنیم، ولی هنوز که هنوزه هیچ علائمی نیست از اینکه قدرتی بدونه از بین این دولت‌های موجود به اصطلاح به چالش بکشه این هژمونی آمریکا رو. و میبینیم چجوری الان تو غزه داره چه جنایاتی میکنه به واسطه همین هژمونی. همین فقط خواستم این نکته رو بگم که بگم اینی که حالا جنگ بین امپریالیست ها نیست دلیل این نیست که امپریالیزم نیست، چون تعریف امپریالیزمون نبود، اون تعریف لنین بود از یه مرحله خاص. مرحله خاص هم 100 سال ازش گذشته، بنابراین خب مرحله عوض شده. ببخشید اگر حالا اجازه بدی یکی از رفقایی که دستشو بالا کرده بود اگه میخواد هنوز صحبت کنه صدا کنم. جوابادی فکر کنم اگه درست خونده باشم. رفیق جوابادی اگر هستید بفرمایید صحبت کنید. من متاسفانه نمیبینم ایشون دیگه، ایشونو اینجا هم نوشته بود از ادمین ما اینجا دست آوردیم. من تکست آخریشو میبینم ولی مثل که نیستم. خب یکی دیگه هم بود، امیر، رفیق امیر بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم. رفیق امیر اگر شما هستید، شما هم دستتون رو نمیتونستید بالا کنید، اگه میخواید صحبتی بکنید بفرمایید. خب رفیق امیرم خبری ازش نیست، باید یک کمی وقت بدید تا ما آنمیت کنیم. فکر کنم الان آنمیتم، ولی اگر میکتون رو آنمیت کنید. به هر حال حالا اگه نشد به هر حال شما در نوبتید، بعد از صحبت بعدی نوبت شما، سعی کنید تا اون موقع ببینید اگه مایلید در اون صحبت کنید چجوری میکتون رو درست کنید که باز بشه و بتونید صحبت کنید. من از دوستمون یاشار آذری دستش بالاست، ایشون صحبت کنن. پس بفرمایید رفیق یاشار. خیلی ممنون هم از شما هم از سخنران، امیدوارم صدام باشه. بله صداتون خوبه. مرسی.
من یه صحبت سر چیز میخواستم بگم. در واقع البته اولش یه انتقاد داشتم از رفیق یاسمین میزر که به درستی ایراد گرفته از سازمانهای چپ که از کلمه امپریالیسم استفاده نمی کنند. و من خودم اینو در مسابقه رفیق یاسمین میزر با در مورد فلسطین داشت و صحبت قبلی که در رابطه با هوش مصنوعی بود، ایشون خودشون هم از کلمه امپریالیسم استفاده نمی کردن و به جای آن سرمایداری غرب استفاده می کردن، در حالی که به خود چین می گفت امپریالیسم چین، که امیدوارم خودشون هم تو این نوشته هاشون یا تو این بحث هاشون اینو دقت کنن و ایرادی که به دیگران می گیرن خودشون هم انجام ندن. یکیش این بود. یکی دیگه در مورد سرمایداری جهانی بود که در زمان لنین سرمایه‌داری جهانی فرق می‌کرد با امروز. یعنی اون موقع دولت‌ها مثل حکومت امروز چین از خودشون قدرتی داشتن، چه تو جنگ اول جهانی چه تو جنگ دوم جهانی. حکومت‌ها تقریبا با دولت‌ها یکی بودن، یعنی حکومت‌ها میتونستن حرف خودشونو بزنن، ولی از زمانی که نو لیبرالیسم اومد و سرمایه‌داری جهانی شد، مخصوصا به خاطر تراکم و تمرکز سرمایه که افتاد دست چندین نفر، دیگه این فرقی باید بین دولت‌ها و حکومت‌ها بذاره، چون اینا دیگه مکمل هم نیستن، یعنی مثل هم نیستن. دولت‌ها همیشه اون پشتن و حکومت‌ها مثل حکومت بایدن یا نمیدونم ترامپ دیگه کاری نیستن. اینا چیزایی که بهشون دستور داده میشه یا اجازه میدن صحبت میکنن و عمل میکنن، و اون پشت دولت ها هستن که تصمیم میگیرن چیا بشه چیا نشه. و به نظر من این سرمایه مالی جهانی است که دیگه توی جهان حرف اولو میزنه. ولی حکومت ها مثل بایدن و ترامپ گفتم تشکیل میدن حکومتی که هر 4 سال یه بار عوض میشه، ولی دولت ها اون پشت مثل پنتاگون، نمیدونم CIA، اینا ابزاریش که دولت ها رو تشکیل میده. حالا یه چندین قسمت دیگه هم داره مثل ناتو یا چیزای دیگه. در واقع اینا ابزاری هم دست سرمایه مالی جهانی و تقریبا سعی میکنن اون پشت یه دولتی رو تشکیل بدن، دولتی جهانی رو، که اونم به خاطر اینکه در واقع انقلابات صورت نگرفته و سرمایه‌داری تو بحران افتاده، تنها راه حلش خارج شدن از بحران جهانی، تقریبا همچین دولت تشکیل دادن یه دولت جهانی که بتونه اینا را از این مخمصه نجات بده. حالا بیشتر میخوام اینو بگم که در زمانی که جنگ اول دوم جهانی بود، اگه فاشیسم میومد به صورت هیتلر یا موسولینی میومد، منتها بعد از اینکه نئولیبرالیسم اومد و الان سرمایه‌داری جهانی شده و حرف اول و سرمایه مالی جهانی میزنه، نه حتی حکومت آمریکا یا کشورهای دیگه، در واقع دولت آمریکا اون پشته که بخشی از ابزار سرمایه مالی جهانی حرف اول اینا میزنه. و اگر فاشیسمی هم قرار باشه به وجود بیاد، به صورت بین‌المللی خواهد، چون سرمایه‌داری جهانی و تمام علم در نه به خاطر بشر بلکه به خاطر اون 12 یا که مشهوره یا چندین نفر که اون بالاست، علم به خاطر اینا پیشرفت میکنه و علم خودش تبدیل شده به نوعی مذهب که اینا رو تشکیل میده. اما میخواستم در رابطه با جنبش چپ هم یه چیزایی بگم، اونم اینه که ما وقتی از چپ صحبت میکنیم، این چپ رو باید دستبندی کنیم. چپ به طور کلی معنی نمیده، یعنی من خودم البته خب بیشتونه بیشتر از اینا باشه، تقریبا به 3 قسمت میتونم تقسیمش کنم. یکی در واقع چپ استالینیستیه
یا مغستیه، بعد یکی دیگه هم چپی که سرخورده شده و خورد با خورد بورژوازی هماهنگ شده و به قول معروف به سوسیال دموکرات تبدیل شده، اما تا خب اسم کمونیستی و کارگری و سوسیالیستی رو به همراه به یدک میکشن. و بخش دیگه هم کمونیستایی که خودشون رو سوسیالیست میدونن و اینا هم بخشی از چپ رو تشکیل میدن و اینا هم و تا زمانی که چپ در واقع توی ایران، البته این باز مربوط میشه به بخوایم اولش برسونیم چپ استالینیسموس بخش اولش، اینا در واقع اون کسایی بودن که تونست یعنی سعی کوششون که جمهوری اسلامی رو ضد امپریالیست تو جهان نشون بدن. نمونش حزب توده، حزب اکثریت یا حزب چپ هم که اینا هم به خاطر این که نشون بدن اینا چیزن، هم آثار مارکسیستی تو ایران ترجمهش دست اینا بود، هم چاپش و هم فروشش. و از اون طریق و حتی نمونش حمله ایران تو جنگ سوریه، همه اینا رو تبلیغ میکردن از طریق احزاب استالینیست جهانی که جمهوری اسلامی جمهوری ضد امپریالیسته. و بیشتر هم این جنبش چپ جهانی هم آلوده بود به این چیزا که اینا رو نشون میدادن. نمونهشو حتی بعضی خیلی از توده‌ای ها اکثریتی ها از تو ایران برای خودشون تو چه فیسبوک تو جاهای دیگه سایت هایی دارن که حتی اعدام ها رو اینا رو نقد میکنن، آزادی رو نشون میدن که تو ایران است، در حالی که اینا فقط برای توده اکثریتی ها کسانی که با این از در مماشد در میان با اسم رسم اصلیشون تو ایران همه اینا رو میتونن صحبت کنن و بحث کنن. این بخش اولش بود که الان هم خودشون رو گذاشتن توی در واقع اینا شدن ضد رژیمی که باز بتونن همون انقلاب 57 که اون کارا رو کردن دوباره تو انقلاب بعدی اینا رو انجام بدن به طرق مختلف. اینا همون کسایی هستند که جبهه متحد کارگری یا جبهه واحد رو تبلیغ میکردن چه زمان فاشیسم و چه زمان های دیگه. و الان هم انقلاب ایران رو باز سه مرحله میتونن دارن تبلیغش میکنن، یکی جبهه متحد ضد دیکتاتوریه، یکی که همون جبهه متحد خلقیه و اینا رو دارن تبلیغ میکنن که در واقع تروتسکی هم توی 1945 اینا که زمانی که فاشیسم میاد، البته 40 اینا بود فکر کنم، که اشاره میکنه زمان وقتی مبارز با فاشیسم میکنی چرا باید کارخونه دست سرمایه داره باشه، یعنی مبارزه با فاشیسم مبارزه با امپریالیسم از مبارزه سرمایه داری جدا ناپذیره. من اگه بخوام با سرمایه داری امپریالیسم مبارزه کنم یا بخوام با فاشیسم مبارزه کنم، اولین کاری که میکنم باید مبارزه علیه سرمایه داری بکنم، به جبهه متحد کارگری و تدارک ببینم که همون اردوی کار تشکیل میده. یعنی منظور تنها طبقه کارگر هم نیست، یعنی کلن کسانی که میخوان انقلاب کارگری سوسیالیستی انجام بدن تو این جبهه متحد کارگری باید متحد بشن ضد سرمایه داریه. بعد اون جبهه های واحد خلقی جبهه های ضد طبقات تیه که در واقع مخدوش میکنه مبارزه طبقاتی رو در همه جا. بعد یکی از انحرافات دیگه هم که اینا دارن میکنن همون تضاد خلق و امپریالیسم، یعنی پدیده است که اینا به جای کار سرمایه ازش استفاده میکنن، همون بخش اول چپ که اینا اکثرا هم توی جنگ اوکراین طرفدار شوروی شده و همش همون شعارهایی که تو جنگ دوم جهانی میداد همینا اینجا هم تکرار میکنن که مبارزه با فاشیسم باید بشه، دیگه نمیگه مبارزه با فاشیسم بدون برانداختن سرمایه‌داری غیر ممکن. اینا چیزایی بود که میخواستم اینجا در واقع بگم. امروز سرمایه‌داری در واقع جهانی شده، خلاصه با سرمایه‌داری زمان لنین یا حتی جنگ اول جهانی و دوم جهانی فرق داره. مرسی، ممنون.
من فقط یه نکته کوتاه میگم بعد. آها امیر شما میخوای صحبت کن بعد من جواب میدم. بفرمایید. خیلی متشکر، سلام دارم خدمت تمام شما دوستان عزیز. چی میگن لانگ تایم نو سی به قول ما آمریکایی ها. به هر حال رابطه با صحبت های رفیق یازمین در مورد کانون دوستان فرهنگ ایران، آره ما اینجا الان واقعا چندین ساله که این مشکل داریم با یه سری چپ های از خود چی میگن کرده خود پشیمان مواجهیم که دیگه الان همه چی رو زیر سوال میبرن، مقوله امپریالیسم زیر سوال میبرن. بعد تظاهراتی که میشد میرفتن جلوی وزارت امور خارجه، تظاهرات جینار دارم میگم، اون که میشد میرفتن جلوی وزارت امور خارجه آمریکا شعار رژیم چنج میدادن، یه نامه نوشتن به بایدن که به هر حال کمک کنن به جنبش مردم ایران. آره ما اینا رو داریم که، ولی عملا به اون صورتی که چهره شناخته شده در سطح شهر نیستن که روشون بشه حساب کرد. از طرف دیگه چپ های آمریکایی هم قبرونش برم از اون بر افتادن و یه شکل حساسیتی اصلا نسبت به رژیم جمهوری اسلامی ندارن. حتی نشریه مانتلی ریویو، ما چندین و چند بار براش نامه نوشتیم و برای وقایع ایران رو منعکس کردیم، ازشون خواهش کردیم که چاپ کنن تو نشریهشون، نکردن. برعکسش نم شما یادتون میاد رستم پورزال که از ایشون، آره به معنی که یه مقاله نوشت و تمجید و تعریف از جمهوری اسلامی چاپ کردن و به این حضرات پینک، این جنبش پینک آمریکا هم حتی رفتن به ایران و با سپاه با سلام ملاقات کردن همراه ایشون. واقعا دوست نرم ولی میبرم این ناچارم، آزیتا و در حال خانم دیگه بودن که اسمش از ذهنم پریده، رفتن اینا باشون رفتن و اسکورت کردن اینا رو و رفتن با سپاه پاسداران ملاقات کردن که چپ هم مثلا اینجا در سطح چپ جریان دارن دیگه خارج کشور. بعد حدود 17 نوامبر بود که یه تظاهرات برگزار شد علیه جنگ این غزه، یه سازمان، یه کوالیشنی هست که انسر انسر اینا، ما رفتیم اونجا عملا به یه شکلی ما رو دیگه بیرون کردن وقتی که احساس کردن که ما علیه رژیم جمهوری اسلامی هم هستیم. به یه شکلی برای خیلی شدید شد قضیه و کار به دخالت پلیس کشید و که جلوی اونا رو، جلوی مهاجمین رو گرفتن که ما رو کتک نزنن. بعد در بین چپ های ماویست هم داریم که بیش بیش فش امپریالیسم چین رو امپریالیستی نمیدونن، خارج کشور رو عرض میکنم و درست مثل رفقای تودهیمون که الان قربون صدقه پوتین هم میرن. بالاخره چون پوتین وارث اون جریانات، برحال شما نمیتونید با پوتین بگی بالا چشم در بوس. اینا رو بیشتر وسط درد دل گفتم دیگه که برای خیلی لطف کردین، ممنون از وقتی گذاشتین. من فکر کنم باید کامپیوترم رو ریبوت کنم، دوباره خاموش کنم، روشن کنم که بتونم اون ریز هند رو بیارمش بالا دیگه. ممنون از لطفتون، خسته نباشید. مرسی رفیق امیر عزیز. جوابادی بالاخره درست شد وزش یا نه نیستش رفقای ادمینه؟ اگر اجازه بدید یاسمن جان، زیاد وقت نداریم، این دو نفری که تو نوبتن هم صحبت کنن، بعد شما هم جواب اینا رو بدین، هم جمع‌بندی بکنین دیگه. اوکیه اینطوری؟ سیامک جان شما دست بالا کردیم، بفرمایید. بعدش هم سارای عزیز. بله مرسی، خیلی ممنون، خسته نباشین رفیق یاسمن. من خواستم در واقع یک حرفی بزنم، بعد یه در واقع پیشنهادی بکنم، چون حالا چون کلا میگم، یعنی این تصویری که امروز از چپ داده شد، مثلا چپ جهانی، و با توجه به این که خب کارزار ما هم در واقع هدفی که خب یه جور همبستگی پیدا بکنه، احتیاج به صد درصد یک
جلسه داریم که مقدار خوب این منظره ها رو این چشم‌اندازا رو یه ذره مشخص‌تر بکنیم و ببینیم که با تبادل نظر خب چطوری ما استراتژیم تاکتیک اون چی باید باشه که به چه نوع چپ‌های نزدیک‌تر بشیم و درخواست همبستگی کنیم. چون مثلا در مورد آمریکای شمالی اگه بخوام بگم، مثلا آمریکا، من خودم البته تو آمریکا زندگی نمی‌کنم ولی اما دا خبر دارم اینه که واقعا اون چپی که ما بهش میگیم انقلابی، حالا چپی که مثلا معتقد واقعا مبارزه با سرمایه‌داری هست یا برقراری کنترل کارگری هست، اینا واقعا از نظر بخوام بگیم یعنی مؤثر بودن یا وزنی داشته باشن اصلا نیستن، یعنی و تعدادشون بیشتر از واقعا من فکر نمی کنم 2000 نفر هم بیشتر باشن، یه چند تا هم بودن که اونا مثلا از بین رفتن. اول این تنها چپی که مثلا حالا میگم میشه گفت چپه، همون در واقع همون آدم هایی هستن که دور این تلویزیون اینترنتی دموکراسی نا، یعنی دموکراسی الان جمع شدن که از بناهای مختلفی هم هستن، جنبش های مختلف توشون، البته خب سندیکا ها نام هستن، یه مقدار زیادی هم در واقع جناح چپ اصلا حزب دموکرات آمریکا هست که ما شاهد این بودیم که مثلا خب در عرض این 10 سال اخیر هم یک حزبی هم زدن که سوشالیست دموکراتیک آف یونایتد استیتس، که در واقع میگم یعنی این هستی دیگه، اینا هم که یا آدم هایی مثلا مثل مثلا کریس هجز هست، اینا که اینا مقاله می نویسن و روی این جنبش های اشغال کننده اوکوپای موومنت اینا روشون تاثیر دارن، اینا اینا من میتونم بگم که واقعا به غیر از این که اینو میتونم راست یه ذره فکر کنم درست میگه رفراست، من تا این اواخر اصلا نمیخواستن که از جمهوری اسلامی دفاع بکنن، یعنی تو همین تلویزیون دموکراسی نا هم هیچ شما اصلا هیچ رپورتاج اینایی در مورد جنبش مثلا آبان اصلا ندیدید، ولی خب میگم مسئله عوض شد با بعد از جینا اینا که در واقع ما الان با یه همچین چیزی در یعنی در مقابلش هستیم و بعد وضعم بدتر هم تو کانادا هست که به غیر از مثلا چند صد نفر که ما تقریبا تونستیم مثلا یه 10 نفرشون رو هم برای امضا بگیریم برای این کارزار، بقیه شون اصلا نمیخواستن به دلایل مختلف امضا بدن. بنابراین گفتم یعنی دلیلی که من این حرفا رو میزنم اینی که میگم میخوام پیشنهاد بکنم یه جلسه واقعا بذاریم که سر این تبادل نظر بکنیم که خب بالاخره ما چیکار باید بکنیم، این چه کارزار دیگه مدار از تجربیات کسان که بیشتر یا خودتون که مثلا تجربه زیاد دارین استفاده کنیم و یه استراتژی بذاریم دیگه. مرسی، خیلی ممنون. تشکر از شما رفیق سیامک. رفیق سارا بفرمایید. خیلی ممنون. ببخشید من بیشتر یه ابزرویشن داشتم، یه سوال. میبخشید که منسجم نیست، همینجوری دارم بلند فکر میکنم. میخوام اگر لطف کنین یاسمین جان، تراب جان توضیح بدین که اهمیت این که ما اینو این تئوری امپریالیسم رو داشته باشیم برای مبارزه طبقه کارگر چیه؟ به خاطر اینکه اینجوری که من میبینم طبیعتاً مثل حتی چین که کشور تازه نفسه و جنگم نمیکنه تا به حال نکرده، ریچ بزرگی داره سرمایه‌داری پرقدرتیه که در آفریقا، در خاورمیانه، همه جا میخواد بره و چنگ بندازه برای بازار، برای اینکه سرمایه زیادی داره، همون توضیحاتی که یاسمین جان داد. و اهمیت این چیه؟ چون ما میدونیم سرمایه‌دارا همه جای یعنی سرمایه‌داری آمریکا، اروپا هم همینطور گاهی وحشی‌تره،
مرحله رشدش پیشرفته تره و میخواد گسترش بده خودش رو طبیعتاً. طبیعت سرمایه داری اینه و اگه زورش برسه یه رقیبی رو سرکوب کنه، حتی تو خود آمریکا یه دفعه مایکروسافت همه جا رو میگیره، یک دفعه مثلا آمازون همه شاپای دیگر رو خفه میکنه و شکسته میکنه که خیلی چیز دردناک و وحشتناکیه، ولی میکنه دیگه. یعنی هر سرمایه داری درونی یا بیرونی اگه زورش برسه بعدش نمیاد رقبا رو سرکوب کنه به راه زور و دسیسه و جنگ. فقط مواقعی که قدرتش نمیرسه با کشورهای دیگه یا با کمپانی دیگه مجبور میشه که از قوانین و چیزای بازار و انتای تراست و نمیدونم یونایتد نیشن و از این مزخرفات پیروی کنه، چون زورشون برابره. وقتی زورشون میرسه همدیگر رو میزنن. در کشوری مثل ایران، ایران پول و ارتش میفرسته به عراق، به افغانستان، به سوریه، به لبنان، به فلسطین، به کشورهای آفریقایی، خود عربستان در یمن، یا تجاوزات دیگه ای که میکنن از طریق هم و خود روسیه. روسیه امپریالیسته. این جنگ خانمان براندازی که به مردم اوکراین تحمیل کرده که میدونم آمریکا هم پراکسیه، دارن در واقع با هم جنگ میکنن. یه کمی اگه توضیح بدین، چون من به عنوان یه چپ فمینیست به خودم میگم که سرمایه داری اینه و ما باید هر دو طرف رو مقابله کنیم، هم اون بچه هایی که متاسفانه میگن ما چپیم و از کشورهای به اصطلاح جهان سوم دفاع میکنن، مثل همین پینک امیر فکر کنم گفتن، مثلا میگن که خب ایران چرا بمب اتم نداشته باشه، آمریکا یه عالمه‌شو داره استفاده هم کرده، که وحشتناکه این حرفا، آمریکا چیکار داره به ایران، یا این مزخرفاته، یا از اون طرف اینایی که میرن و میگن بریم زیر پرچم آمریکا یا کشورهای مثلا متمدن غربی یا دموکراتیک غربی و از اینا کمک بگیریم اونا رو بزنیم. طبیعیه که ما به هیچ کدوم از این دوتا اعتقاد نداریم، ولی من متوجه نمیشم به جز اون جنبه‌ای که من در تجربه شخصی خودم در ایران یک عالمه حرف‌ها و الاینس‌های ضد طبقه کارگر انجام شد زیر لوای ضد امپریالیست. اینا ضد امپریالیستن، صدمه زد به جنبش. حالا من میدونم شما طرفدار اون نظر نیستین، ولی برای من اگه روشن کنین ممنون میشم. چه اهمی، چرا ما باید بگیم مثلا آمریکا امپریال، بجای این که بگیم یک سرمایه‌داری پرقدرت وحشی با یه ریچ جهانی. انگلیس قبلا اینطور بوده، حالا اون اینطوری، حالا چین داره میاد با آمریکا شونه به شونه میزنه و آمریکا یه جوری نوکر چین هم میتونه باشه خیلی جاها که هست، چون چین سرمایه گذاری عظیمی داره توی آمریکا. یعنی آمریکا اگر چین فال کنه ما نمیدونیم اقتصاد آمریکا چی میشه، اینقدر سرمایه گذاری دارن در کمپانیا و خرید زمین و همه چیز، میدونید یعنی اون سرمایه داری تو این سرمایه داری یه عالمه آردی اینوست کرده. مرسی. یاسمن عزیز 15 دقیقه آخر دست شما باشه. یکی در پاسخ به یاشار، من در یک سال گذشته اقلا 10 تا مقاله راجع به امپریالیسم و در نقد چپ ایران که چرا راجع به امپریالیسم صحبت نمی کنه نوشتم. حالا یه جایی در یه بحث هوش مصنوعی فکر نمی کنم بحث در رابطه با امپریالیسم بود، سعی می کردم مسائل فنی رو بگم. در رابطه با غزه من مفصل راجع به تاریخ استثمار صحبت کردم و تاریخ استثمار امپریالیسمه. وبسایت سازمانی ندارم. بحث من اینه که ایده خجالت میکشند از این واژه استفاده میکنن. اینی که آدم هر جایی هر دقیقه یه بار یادش بره از لغت امپریالیست صحبت کنه فرق داره با اینی که سازمان های سیاسی آگاهانه و با برنامه واژه رو بردارن از فرهنگ نوشتاری گفتمانشون غیره. به نظر من خیلی بیمورد بود صحبت شما، حالا مسئله ای نیست. در رابطه با صحبت
امیر. ببین مانسلی ریویو تکلیفش به نظر من از سالها قبل روشن بوده، مدتها از چین حمایت میکرده، حالا همه مدافعان سابق چین شدن مدافع روسیه و در نتیجه اصلا جای دیگه قرار داره. ولی در ایالات متحده کم نیستند که جریان هایی که موضع درستی دارند. این مارکسیست یونیتی گروپ که جوانه ولی نیروی زیادی داره، تا اونجا که من میفهمم در دی اس ای رای آورده، در کمیته سازماندهش غیره، اینها هم اطلاعیه دادن در دفاع از مبارزات ایران، در حالی که جریان کاملا ضد امپریالیست هستند و جزو کسایی هستند که ما قصد داریم اگر بعد که جلسه های انگلیسی هم بذاریم ازشون دعوت کنیم صحبت کنن یکی دو نفرشون. و اتفاقا بعد از این که دعوتشون کردیم اطلاعیه سابقشون، اطلاعیه فارسالشون رو فرستادم، من دیدم خیلی هم خوبه. وقتی ما پی امضاها بودیم، اتفاقا امضا گرفتن از جریان های اروپایی و امریکایی راحت تر بود تا برخی از دوستان ایرانی که ثبت کردن ببینن کی امضا کرده یا نکرده یا به گروهشون چی میخوره چی نمیخوره تا امضا بذارن. من فکر کنم در انگلیس خیلی زیاد بودن کسایی که امضا کردن و درگیر میخوان بشن، یعنی قصد داریم خیلیاتون رو دعوت کنیم. در سطح اسرائیل یه جریان فوتسکیز مارکسیستی هست، مطبن، که موشه محاور نمندشه، صد در صد حمایت میکنه و جریان جالبیه، چون منشأش جریانی بوده که درش اعراب و اسرائیلی ها در دهه 60 تشکیلش دادن. یه سوالی هم پروانه عزیز توی متن نوشته بود، من اونو هم سریع سعی میکنم جواب بدم. ببین اسرائیل قدرتی نیست. اسرائیل به نظر من باقی مانده دوره استثمار منطقه است. بریتانیا و فرانسه در اوایل قرن 20 منطقه رو به صورت مصنوعی تقسیم کردن بین خودشون و در این تقسیم کشورهایی که پیش به وجود آوردن هیچ منطقی درش نیست. این بوده که بعضیشون نوکری خوب میکردن برای فرانسه یا انگلیس، بعضیشون از نظر منافع اقتصادی یا چه نفت چه بازرگانی منافعی برای این دو قدرت استثماری داشته. در مورد اسرائیل قولی است که بریتانیا به یهودی الاصل های اشکنازی داده، نه به همه یهودی ها، به یهودی الاصل های اشکنازی داده و بعد درش مونده. ولی این وضع اسفناک تقسیمی که سایک پیکو انجام داده که یه خط کشیدن دیگه، شمالش انگلیس، جنوبش فرانسه یا برعکس، در اصل یه خط کشیدن، این وضع پیدا موندگار نیست. و اتفاقا در پروسه زمانی اینا متوجه شدن اسرائیل میتونه ژاندارم منطقه باشه. یه مدتی محمد رضا پهلوی سعی کرد ژاندارم درجه دوی منطقه باشه، خیلی موفق نبود، ولی در ژاندارم 70-80 سال گذشته اسرائیل بوده و منافع ایالات متحده رو خیلی خوب انجام داده، منافع سرمایه جهانی رو خوب انجام داده. برای اینه که بهش میگن پایگاه نظامی ایالات متحده در منطقه. امروز اتفاقا من دیدم خیلی از جریانای چپ این موشک های سر موشک امریکایی رو که دارن صدها روزانه میفرستن به اسرائیل برای جنگ، نوشته بودن آره این هدیه سال کریسمس ایالات متحده به فرزندان فلسطینه، که واقعا هست. در نتیجه من فکر میکنم این مسئله اسرائیل فلسطین بی ربط نیست به تا
تاریخ استثمار در منطقه و برای اینه که دفاع از مردم فلسطین یه چیزی است که باید در پایه و زمینه هر کدوم از ماها باشه، برای که مسئله اساسی رو بهش باید برخورد کرد. در رابطه با اینی که نه امریکا یک کشور سرمایه‌داری غیره، ببین مسئله این نیست که کی در کجا سرمایه گذاری کرده و یا این مسئله که مثلا امریکا بدهی های مالی به چین داره که اوضاع اقتصادی چین میتونه تأثیر بر اقتصاد ایالات متحده بگذاره. شما نگاه کن به دو جنگی که صورت گرفته، حالا جدا از این که کار روسیه کار فوق‌العاده وحشتناکی بوده با اون حملش به اوکراین و غیره، ولی ایالات متحده به خاطر قدرت، نه فقط قدرت مالیش، به خاطر شرایط دیگه ای که داره و من اونا رو اسم بردم، یکیش نیروی دریایی، نیروی هوایی که بزرگتر از همه خیلی کشورها روی هم بذاری نمیشن، از نظر نیروی اتمی که داره، از نظر قدرت سیاسی دلار، نه قدرت مالی دلار. در سطح جهان سرمایه ها خودشون رو با دلار تعریف میکنن. کوشش چین برای که در برخی معامله ها رو در خود چین خارج کنه از دلار تا حالا موفق نبوده. به هر صورت بعضی بانک ها رو گذاشته که کار کنن و این غیره، ولی تا اونجا که ما میبینیم نبوده. قدرت سیاسی دلار نشون میده این یک کشور سرمایه‌داری که یک کمی بزرگتره یا یک کمی قوی تر از کشورهای دیگه است نیست. ایالات متحده تصمیم میگیره از اسرائیل دفاع کنه، کل اتحادیه اروپا مجبور این کار رو بکنه. دولت ایالات متحده تصمیم میگیره تحریم بذاره بر علیه جمهوری اسلامی، کل دنیا باید این کار رو بکنه. و ربطی نداره که حالا این اصلا درسته یا غلطه، ممکنه بعضی وقتا سیاستی که میگیره درست باشه. 140 کشور رأی میدن به اینی که باید بلافاصله در اسرائیل صلح بشه. یک نظر امریکا مانع از این میشه که این مسئله صورت بگیره. در نتیجه ابرقدرت اقتصادی سیاسی بودن فرق داره با اینکه ما چند نیروهای سرمایه داری داریم که همه با هم برابرن یا بعضی ها از اونای دیگه قوی ترن. قدرت هژمون داریم، قدرت هژمون تعریفی داره و این تعریف حتی در دوره که انگلیس امپراتوری داشته به اون وضوح و به اون روشنی که الان سیاست ایالات متحده و موقعیت ایالات متحده در سطح جهان نشون میده نبوده و فرق داره با این که یک کشور دیگه یا سرمایه داره، خیلی فرق داره. من فکر میکنم رقابتی در این رابطه وجود داره، ولی رقیب که چین باشه در حال حاضر مسئلهش چیز دیگری است. در دوره انتقال این موضع هژمون، اولا سرمایه‌داری همیشه هژمون داشته، قبل از بریتانیا فکر کنم بعضی ها میگن هلند بوده، داچ امپایر بوده، قبل از اون اسپانیش امپایر بوده. به هر صورت یک قدرت سرمایه‌داری بوده که غالب بوده بر دیگر اونها. تفاوت دوره کنونی با دوره رقابت بریتانیا و ایالات متحده در اینه که اون انتقال دوستانه صورت گرفت با توافق طرفین در قبل و بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفت، در حالی که رقابت کنونی دوستانه نیست، ولی در عین حال و در نتیجه بعضیا صحبت از این میکنن که خطر جنگ های عمیق‌تری وجود داره، ولی خیلی از جنگ های موجود، مشخصا جنگ اوکراین رو میشه جنگ پروکسی بین ایالات متحده و در دراز مدت چین دونست. حالا اینی که چین نرفته 100% پای حمایت از همه حرکات روسیه، به نظر من اینه که اونها دارن دراز مدت تر فکر میکنن،
فکر میکنن باید قدرت اقتصادیشون رو تقویت کنن. وقتی این قدرت اقتصادی قوی شد برن پی رقابت با ایالات متحده. ولی این شکی نیست که در هر صورت ما این نداریم که کشورهای سرمایه‌داری جهانی برابر یا یکی یکمی قوی تر از هم همه با هم یکی هستن. من با چنین تئوری مخالفم و اگه این رو بریم اون وقت باید بپذیریم که پس جهان چند قطبیه، باید بپذیریم که خب شاید نباید اصلا اهمیت زیاد به ایالات متحده داد، باید همه رو با یه چوب زد. خیلی ممنون. سپاس از شما رفیق یاسمن و سپاس از همه رفقا که در جلسه حضور داشتن و تا آخر جلسه با ما بودن. این بحث البته ادامه خواهد داشت. ما قرار داریم که بتونیم یه سری از رفقای بین المللی رو هم دعوت کنیم سر این موضوع و این بحثی خواهد بود که ادامه خواهد داشت. امشب هم اگر به همه نکات پاسخ ندادیم، امیدواریم تو بحث‌های بعدی بیشتر بشه اینا رو باز کردیم. به هر حال نکته اصلی قضیه اینه که ما باید یه جبهه ائتلافی از نیروهای چپ و رادیکال بین المللی تشکیل بدیم در همبستگی با انقلاب ایران و این مثلا مرکز بحث خواهد بود دیگه در رابطه با این جبهه. به همین خاطر نکته اصلی فقط این ما میخواییم بگیم اینه که نه سرمایه داری رو میشه از امپریالیزم جدا کرد، نه امپریالیزم از سرمایه داری. یعنی شما در هر کشوری که هستید از کشورهای عمده است که در این بلوک بزرگی که این هژمونی آمریکا رو تأمین میکنه سهیم هستن، فقط مبارزتون مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری نیست، بلکه طبقه کارگر با دولت سرمایه داری امپریالیستی هم هست. یعنی شما نمیتونید مثلا میگم ببینید در کل این دنیا چرا جنگ علیه ناتو نمیشه، چرا مبارزه ما علیه ناتو کجا رفته؟ مبارزه علیه ناتو چرا در انگلستان، در آلمان، در فرانسه، در کانادا مبارزه علیه ناتو از دستور کار خارج شده؟ چون عنصر اصلی تجاوزگری این دولت هژمون در جهان همین ناتو دیگه. خب چرا علیه این مبارزه نمیشه؟ یعنی طبقه کارگر هم نباید فراموش کنه که اینجاها که میکشه نه دیگه مسئله خارجی و بین المللیه، ربطی به مبارزه طبقاتی خودش تو آمریکا نداره، باید مبارزه علیه این تجاوزگری کشور خودش هم بکنه دیگه. از اینجا به نظر من این بحث مهمه و ما امشب فقط باز کردیم، مثلا سوالاتش رو باز کردیم، امیدوارم بتونیم مفصل‌تر این رو بحث کنیم. جزء بحث‌هایی که خواهیم داشت در ضمن اصولاً این دوره بندی سرمایه‌داری هم خواهد بود دیگه، که بتونیم دقیق‌تر به این مسائل به اصطلاح مراحل مختلف تجاوزگری سرمایه‌داری در جهان بپردازیم. به هر حال ممنونم از همه رفقا که گوش کردن و صبر و حوصله به خرج دادن و رفیق یاسمن که علی‌رغم سرماخوردگی تا این مدت با ما بودن. امیدوارم بهتر بشین یاسمن عزیز. از شما تشکر و از همه رفقا تشکر و شب بخیر به همه. من فقط یه خواهش دارم از رفیق یاسمین که اطلاعاتون گروهی که در آمریکا فعالا لطف کن برای من ایمیل کن به یه شکلی که بتونیم باشین ارتباط برقرار کنیم. خیلی ممنون. ممنون، شبتون بخیر.